با عرض سلام خدمت تمامی همراهان و همکاران گرامی که امروز در این جلسه ما رو همراهی میکنن. امروز تاریخ 24 سپتامبر 2022 مصادف با 2 مهر 1401 در ساعت 19 به وقت اروپای مرکزی جلسه کمیته دفاع از حقوق زنان برگزار میشه. در ابتدا سخنرانان و دستاندرکاران جلسه رو خدمتتون معرفی میکنم. سرکار خانم شراله حادی‌زاده رئیسی با موضوع گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق زنان در شهریورماه 1401. در ادامه سرکار خانم کوثر ولیزاده با موضوع بررسی کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. سرکار خانم سمانه بیرجندی با موضوع مبارزات زنان قسمت دوم. سرکار خانم شراره محمودی با موضوع تاریخ ورزش زنان ایران. سرکار خانم فریده فرایی با موضوع طلاق در جامعه ایران. مسئول جلسه آیلار اسماعیلی منشی جلسه سرکار خانم مهدیه. مسئولین ضبط صدا و تدوین جناب آقای سعید پورمن، سرکار خانم شهلا شاهسوانی و سرکار خانم زهرا یزدی هاشمی هستند و ادمین هامون سرکار خانم سارا آسیابان و سرکار خانم کوثر ولیزاده هستند. سرکار خانم ولیزاده اگر که سرکار خانم حاجی‌زاده اگر که آماده هستین لطفاً علامت ریتن رو بزنید تا مایک رو برای شما باز کنیم. درود خدمت همکاران عزیز. اولین خبر رو شروع کنم با خبری از خانم سعادت خطیرزاده، زندانی سیاسی کرد 32 ساله اهل پیرانشهر که بعد از اخذ اعترافات اجباری مقابل دوربین اقدام به خودکشی و به نوزاد 2 ماهه خودش قرص خواب خورانده بود، 3 شهریور 1401 به طور ناگهانی به یک محل نامعلومی منتقل شد و نوزادش نزد دیگر زندانیان بند زنان نگهداری می شد. ایشون به علت اینکه بازجویان مؤکداً ازشون خواسته بودند که بگن وضعیت زنان در زندان ارومیه خیلی عالی هست و تمام امکانات و خدمات سلامت به ایشون و نوزادش منظم ارائه شده و تمامی اخباری که از بند زنان ارومیه منتشر میشه که حزب محض هست تحت فشار شدید روحی و روانی قرار گرفته و گفتن اگر این کار رو نکنی پرونده پزشکی در خصوص سلامت روانی تشکیل میشه و فرزندت رو به بهزیستی تحویل خواهیم داد. ایشون از بابت اتهامات معاونت در قتل یکی از اعضای سپاه پاسداران و عضویت در یکی از گروه های مخالف نظام مجموعاً به 12 سال و 6 ماه حبس تعزیری محکوم شده. خانواده خانم خدیرزاده بعد از تأمین وثیقه بارها جهت آزادیش به دادگاه انقلاب پیرانشهر مراجعه کردند، اما دادستان از پذیرش وثیقه 3 میلیاردی امتناع کرده و خواستار افزایشش به 4 میلیارد شده و مخالفت دادستان پیرانشهر در حالی بوده که نامه آزادی موقت خانم خدیرزاده از دادگاه کیفری مهاباد به زندان مرکزی ارومیه ارسال شده بوده. این خبر نقض میکنه قانون اساسی رو در اصل 22 رعایت حقوق ذاتی و شهروندی یا امنیت زندگی، اصل 32 عدم توقیف حبس تبعید غیرقانونی، اصل 34 رعایت حقوق انسانی توسط قانون و همچنین نقض میکنه مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر رو در ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ماده 9 عدم توقیف حبس تبعید غیرقانونی، ماده 10 حق محاکمه قانونی برای همه. خبر بعد اختصاص داره به خانم زهرا صدیقی همدانی معروف به ساره 31 ساله اهل نقده که به اتهام افساد فی الارض از طریق ترویج همجنسگرایی به اعدام محکوم شده بود، روز چهارشنبه 16 شهریور 1401 از طریق خوردن قرص اقدام به خودکشی کرد. مرکز رسانه قوه قضاییه روز چهارشنبه 23 شهریور در اطلاعیه تازه‌ای در خصوص زهرا صدیقی همدانی و الهام چوبدار، دو زندانی محکوم به اعدام، اتهام قاچاق انسان رو در مورد اونها تکرار کرده و جزئیات بیشتری بر ادعای قبلی خودش اضافه کرده. این مرکز در اطلاعیه تازه خود آورده است که برخلاف اخبار منتشر شده در فضای مجازی و
جعلسازی های صورت گرفته، حوزه فعالیت و عمده اتهامات این افراد فریب و سپس قاچاق زنان و دختران جوان به یکی از کشورهای منطقه به امید آموزش و وعده اشتغال بوده که در نهایت به سوء استفاده از آنها منجر می شده و در مواردی به خودکشی فریب خوردگان ختم شده. این خبر نقض میکنه قانون اساسی رو در اصل 22 رعایت حقوق ذاتی و شهروندی، اصل 32 عدم توقیف حبس تبعید غیرقانونی، اصل 34 رعایت حقوق انسانی توسط قانون و اصل 39 ارزش انسانی در همه جا و همچنین ناقض اعلامیه جهانی حقوق بشر در مواد 2 عدم تبعیض، ماده 3 حق حیات برای همه، ماده 6 ارزش انسانی در همه جا، ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ماده 9 عدم توقیف حبس تبعید غیرقانونی، ماده 10 حق محاکمه قانونی برای همه، ماده 18 حق آزادی عقیده و ماده 22 حق امنیت اجتماعی فرهنگی و مالی. خبر بعد هم اختصاص داره با فوتبال، هواداران فوتبال زنان. همزمان با نخستین حضور زنان هوادار فوتبال برای تماشای بازی باشگاهی میان تیم‌های استقلال و مثل کرمان در ورزشگاه آزادی، تعدادی از نیروهای حراست یگان ویژه زنان در استادیوم آزادی مستقر شدند و تعداد قابل توجهی از زنان نتونستند در بین اون 500 نفری قرار بگیرن که برای جایگاه هواداران زن در نظر گرفته شده بوده. در گیت‌های ورودی هم چند زن مسئول مربوط به باشگاه استقلال فهرستی رو در دست داشتن که نام مهمانان این باشگاه روش نوشته شده بوده. همچنین از ورود برخی از هواداران زن که کد ملیشون رو به باشگاه استقلال ارائه داده بودن هم ممانعت برمان اومد. در راستای تداوم ایجاد محدودیت‌های بیشتر در زمینه حضور زنان در استادیوم‌های کشور، کمیسیون اخلاق ورزش در یک نامه‌ای به رئیس فدراسیون فوتبال خواستار برخورد با آنچه که هنجار شکنی نامیده شده است. در بخشی از این نامه سید مشتبه قاسمی به مهدی تاج با تاکید به برخورد مدیران زیرفت با هنجار شکنی ها و رفتارهای خلاف فرهنگ ادعا شده انتشار برخی تصاویر مرتبط با حضور زنان در مسابقات لیگ برتر حاکی از هنجار شکنی و رفتارهای مغایر ارزش های اخلاقی توسط تعدادی از تماشاگران بوده و این امر باعث تشویش خاطر جامعه اخلاق مدار کشور شد. این خبر نقض میکنه قانون اساسی رو در اصل 20 یکسانی زن و مرد طبق اسلام، اصل 21 حقوق زنان، اصل 22 رعایت حقوق ذاتی و شهروندی، اصل 25 عدم دخالت در احوال شخصی، اصل 34 رعایت حقوق انسانی توسط قانون، اصل 39 ارزش انسانی در همه جا و همچنین ناقض موادی از اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 1 همه آزاد و برابر به دنیا آمدن، ماده 2 عدم تبعیض، ماده 6 ارزش انسانی در همه جا، ماده 7 همه در برابر قانون مساوی هستند، ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون. خانم عزیزاد مایکتون بسته شد. الان مثلا؟ بله الان صداتون هست، بفهم. ماده 22 حق امنیت اجتماعی فرهنگی مالی، ماده 28 حق دنیای زیبا برای همه. یک زن در مریوان که به دلیل تلاش مردی جهت تجاوز به او خود را از پنجره خانه به پایین پرتاب کرده بود، پنجشنبه 17 شهریور ماه به دلیل شدت جراحات در یکی از بیمارستان‌های سنندج جان خود را از دست داد. هویت این زن شیلر رسولی، 36 ساله، متأهل و مادر دو فرزند، اهل روستای چشمیدر از توابع شهرستان سرواباد و ساکن مریوان عنوان شد. سلام شهیدی، همسر شیلر رسولی، همسو با ادبیات رسمی و رویکرد مقام‌های جمهوری اسلامی، مرگ همسرش رو شهادت در راه عفاف خواند. منتقدان میگن تحسین مرگ و خودکشی زنان در مواردی که اونها در معرض تعرض یا تجاوز هست اقدامی در راستای سرکوب زنان آسیب دیده است که تحت ستم سیستماتیک در جمهوری اسلامی قرار دارند. این خبر نقض میکنه قانون اساسی رو در اصل 21 رعایت حقوق زنان، اصل 22 رعایت حقوق ذاتی و شهروندی، اصل 34 رعایت حقوق انسانی توسط قانون، اصل 39 ارزش انسانی در همه جا
و همچنین اعلامیه جهانی حقوق بشر رو نقض میکنه در ماده 2 حق حیات برای همه، ماده 6 ارزش انسانی در همه جا، ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ماده 22 حق امنیت اجتماعی فرهنگی مالی. و خبر آخر که هممون این روزا خیلی متاثر هستیم از این خبر، مربوط است به خانم مهسا امینی، شهروند اهل شهرستان سقز، که طی روزهای اخیر با حال نامساعد جسمی از بازداشتگاه پلیس امنیت اخلاقی تهران به بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان کسرا منتقل شده بود. جمعه 25 شهریور 1401 در بیمارستان جان خودش رو از دست داد. واکنش‌ها نسبت به بازداشت مهسا امینی که به بهانه مقابله با بدحجابی و سپس فوت وی در بیمارستان کسرای تهران کماکان از سوی بسیاری از شهروندان ادامه داره. طی چند روز گذشته شماری از شهروندان معترض اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی کردند و خواستار محاکمه عادلانه عاملان جان باختن این زن جوان شدند. اما چند تن از افراد بازداشت شده از این بین لیلا میرغفاری، فعال مدنی و انتقالش به بازداشتگاه پلیس امنیت تهران تا کنون احراز شده، جواد حیدریان، روزنامه نگار، از بازداشت خودش کوتاه مدت خودش خبر داده که شاهد بازداشت 15 نفر دیگه بوده و برخورد بازداشت کنندگان رو خشن توصیف کرده و احتمال آسیب‌دیدگی گوش خودش رو به دلیل سیلی عنوان کرده و گفته شده در حومه بیمارستان کسرای تهران صدای تیراندازی شنیده می شده. در جریان به خشونت کشیدن اعتراضات مردم سقز به قتل ژینا یا مهسا امینی توسط نیروهای امنیتی در مقابل فرمانداری این شهر، تا زمان اعلام این خبر دست کم 13 شهروند زخمی شدند. البته این اخبار رو من دو سه روز پیش جمع‌آوری کردم. هویت برخی از اونها به این صورت احراز شده که کیان درخشان از ناحیه سر مورد اصابت گلوله قرار گرفته و وضعیت جسمانیش وخیم، پارسا صحت 23 ساله که از ناحیه دو چشم موریه مورد شلیک قرار گرفته بوده به علت وخامت وضعیت حالش در حال انتقال به بیمارستان تبریز بوده، میچروان معروفی 18 ساله از ناحیه چشم مورد اصابت گلوله ساچمه‌ای قرار گرفته بوده و بینایی چشمش رو از دست داده و به یکی از مراکز درمانی تبریز منتقل شد. نیروهای امنیتی و ضد شورش در مقابل ساختمان فرمانداری سقز از سلاح ساچمه‌ای استفاده کردند و به سوی مردم معترض گاز اشک‌آور پرتاب کردند. روز شنبه 26 شهریور در جریان مراسم خاکسپاری پیکر مهسا امینی در آرامستان آیچی شهر سقز، جمعی از زنان داغدار با برداشتن روسری‌های خودشون ضمن اعتراض به حجاب اجباری مرگ مهسا امینی رو محکوم کردند. همزمان تنی از حاضرین با اشاره به مرگ این زن جوان شعار کشتنمان به خاطر روسری تا کی تحمل چنین ذلتی رو سر دادند. خبرگزاری فارس که وابسته به نهادهای امنیتی هست ضمن رد تبیین ضرب و شتم مهسا امینی در دوران بازداشت مدعی شده در سیتی اسکن مغزی علائم مبنی بر هیدروسکال بودند یا عارضه قلبی گزارش شده. وی در 5 سالگی هم تومور مغزی عمل کرده و مبتلا به بیماری سر و دیابت نوع 1 بوده. این اظهارات در حالی مطرح شده که بیشتر مادر خانم امینی در مصاحبه با وبسایت امتداد اطلاعی دخترش رو به هر گونه بیماری زمینه قلبی رو تکذیب کرده بوده. همچنین آیلی دایی مهسا امینی در گفتگو با اعتماد داشتن هر گونه بیماری زمینه‌ای خواهرزادش رو رد کرده و گفته ما از مهسا پرونده پزشکی داریم و میتونیم ارائه بدیم که مهسا کاملا سالم بوده. این اخبار نقض میکنه قانون اساسی رو. در اصل 9 در جمهوری اسلامی ایران آزادی استقلال و وحدت تمامیت اراضی کشور از دیگر تفکیک ناپذیر هستند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت اراضی ایران کمترین خدشه‌ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت اراضی کشور آزادی‌های مشروع را هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب کند. این یعنی برابر اصل 9 قانون اساسی ایران دولت نمی‌تواند برای گرفتن یا محدود کردن حق اساسی مردم قانون و مقررات وضع کنه و این کار ممنوع هست. ضمناً حقوق اساسی و اولیه مردم در خود قانون اساسی بیان شده، داشتن دین و لباس آزاد. از جمله این هاست. پس برخورد با پیروان و سایر ادیان و زنان به بهانه وضع قوانین حجاب خود قانون شکنی هست.
اصل بعدی که نقض شده اصل 21 حقوق زنان، اصل 22 رعایت حقوق ذاتی و شهروندی، اصل 25 عدم دخالت در احوال شخصی، اصل 27 حق آزادی تجمع و تظاهرات، اصل 34 رعایت حقوق انسانی توسط قانون، اصل 38 منع شکنجه، اصل 39 ارزش انسانی در همه جا و همچنین اعلامیه جهانی حقوق بشر رو در ماده 3 نقض کرده، در ماده 3 حق حیات برای همه، ماده 5 شکنجه ممنوع، ماده 6 ارزش انسانی در همه جا، ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ماده 12 عدم دخالت در احوال شخصی، ماده 19 حق آزادی بیان، ماده 20 حق آزادی تجمع و تظاهرات، ماده 22 حق امنیت اجتماعی فرهنگی مالی و ماده 29 حق مسئولیت نسبت به جامعه. با سپاس از همراهی شما عزیزان، از اینکه وقتتون رو در اختیار من گذاشتین. اخبار خیلی زیاد بود این روزا، همتون حتما دنبال میکنین و من به همین چند خبر بسنده میکنم با توجه به وقتی که داشتم. خیلی ممنون از همتون. من ماکروام. سپس از تمامی نکاتی که رفهمدین سرکار خانم حادیزاده، در ابتدا میخوام که تسلیت بگم خدمت خانواده خانم مهسا امینی و واقعا جای تاسف داره که طی یک حادثه و فقط برای خودخواهی چند نفر تمام ملت ایران واقعا دغدغه شدن و امیدوار هستم که تمام اعتراضات مردم ایران نتیجه بدن و مردم ایران واقعا به اون چیزی که حقشون هست برسن. همکاران محترم، اگر نظری و یا نکته‌ای در ارتباط با سخنرانی سرکار خانم حادیزاده می‌خواین ارائه بدین، لطفاً علامت ریسن رو بزنید. خب سرکار خانم حادیزاده، اگر که آمادگی دارین، لطفاً آمادگی خودتون رو اعلام بفرمایید. مایک در اختیار شماست، بفرمایید. خانم ولیزاده مایکتون رو باز نکردید. سلام، صدای من رو دارین؟ بله بفهم. سلام، وقت بخیر خدمت دوستان گرامی و من هم تسلیت عرض میکنم جان باختن مهسا امینی رو و دیگر هموطنان عزیزمون رو در اعتراضات اخیر. میخوام در ابتدا اشاره کنم به کنوانسیون رفع کلی اشکال تبعیض علیه زنان، یک سند بین المللی که در سال 1979 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد و تقریبا همه کشورهای آن عضو اسلامی که علاوه یک کنوانسیون ملحق نشده. این کنوانسیون دارای یک مقدمه و 30 ماده است. کشورهای عضو اون متحد می شوند که هر گونه تبعیض علیه زنان رو که مغایر اصل برابر انسان هاست از بین ببرند. اونها همچنین متحد می شوند که برای اطمینان از برقراری مساوات در حقوق سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی برای زنان اقدامات فوری رو به عمل بیارن. مواد 10 تا 14 این کنوانسیون دولت های عضو رو متحد می نماید که در زمینه های آموزشی، شغلی، بهداشتی، اقتصادی و امور اجتماعی رفتاری مساوی بین مردان و زنان کشور خود داشته باشند. این کنوانسیون مهمترین معاهده بین المللی در مورد تبعیض جنسیتی و تبعیض جنسیتی رو این گونه تعریف میکنه که قائل شدن به هر گونه تمایز و استثناء یا محدودیت فرهنگ مدنی هر زمینه دیگر. همچنین ماده است که بنده به چند خط کلی
این کنوانسیون رو خدمت شما عنایت به این که منشور بین الملل ملل متحد بر پایبندی به حقوق اساسی و حقوق زن و مرد تاکید دارد، با عنایت به این که اعلامیه جهانی حقوق بشر اصل قابل قبول بودن تبعیض رو تأکید و از نظر منظور صداتون خیلی بریده بریده میاد، کیفیت اینترنتتون انگار بد هست، لطف کنید تصویرتون رو ببندین تا صداتون واضح تر بشه. سرکا خانم فلیزاده به خاطر کیفیت اینترنت کلن از اتاق بیرون شدن. ساکا خانم ولیزاده، اگر که صدای من رو میشنوید لطفا بفرمایید مایکتون باز هست. ببخشید یه لحظه اختلال پیدا کرد اینترنتم و خارج شدم. نمیدونم از کجا دقیقا صدام قطع شد. تقریبا من... در ابتدای سخنرانیتون بودیم. بفرمایید. کنوانسیون از اول شروع میکنم چون که واقعا نمیدونم از کجا شروع شدم. کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان یک سند بین‌المللی که در سال 1979 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده و تقریبا همه کشورهای جهان عضو اون هستند. جمهوری اسلامی یکی از محدود کشورهای جهانی که عضو این کنوانسیون نشده. این کنوانسیون داره یک مقدمه و 30 ماده است. کشورهای عضو متحد میشن که هر گونه تبعیض علیه زنان رو که مغایر اصل برابری انسان هاست از بین ببرن. آنها همچنین متعهد میشن که برای اطمینان از برقراری مساوات در حقوق سیاسی اجتماعی اقتصادی فرهنگی برای زنان اقدامات فوری رو به عمل بیارن. موارد 10 تا 14 این کنوانسیون دولت‌های عضو رو متعهد می‌نماید که در زمینه‌های آموزشی، شغلی، بهداشتی، اقتصادی و امور اجتماعی رفتار مساوی بین مردان و زنان کشور خود داشته باشند. این کنوانسیون مهمترین معاهده ملل متحد در مورد تبعیض جنسیتی است و تبعیض جنسیتی رو این گونه تعریف می‌کند: قائل شدن به هر گونه تمایز، استثناء یا محدودیت بر مبنای جنسیت در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی یا هر زمینه دیگر. همچنین این کنوانسیون شامل یک مقدمه کلی و 6 بخش و 30 ماده است که بنده به چند خط کلی در مورد این کنوانسیون رو خدمتتون ارائه میدم. دولت‌های عضو کنوانسیون حاضر با عنایت به این که منشور ملل متحد بر پایبندی به حقوق انسانی به حقوق اساسی بشر و کرامت و ارزش هر فرد انسان و انسانی و برابر حقوق زن و مرد تاکید دارد، با عنایت به این که اعلامیه جهانی حقوق بشر اصل قابل قبول نبودن تبعیض رو تاکید نموده، اعلام می‌داره که کلیه افراد بشر آزاد به دنیا آمدن و از نظر منزلت و حقوق یکسان بوده و بدون هیچ گونه تمایزی از جمله تمایزات مبتنی بر جنسیت حق دارن از کلیه حقوق و آزادی‌های مندرج در این اعلامیه بهره مند شوند. با عنایت به اینکه دولت‌های عضو میثاق‌های بین‌المللی حقوق بشر متحد به تضمین حقوق برابری زن و مردان در بهره‌مندی از کلیه حقوق اساسی اجتماعی فرهنگی مدنی سیاسی می‌باشند، با در نظر گرفتن کنوانسیون‌های بین‌المللی که تحت نظر سازمان ملل متحد و سازمان‌های تخصصی به منظور پیشبرد تساوی حقوق زنان و مردان منعقد گردیدند، همچنین با عنایت به قطعنامه‌ها، اعلامیه‌ها و توصیه‌هایی که توسط ملل متحد و سازمان‌های تخصصی
برای تساوی و تساوی حقوق زنان و مردان تصویب شده، در این حال با نگرانی از اینکه به رغم این استناد متعدد تبعیضات علیه زنان همچنین به طور گسترده ادامه دارد، با یادآوری اینکه تبعیض علیه زنان ناقص اصول برابری حقوق و احترام به کرامت انسانی است و مانع شرکت زنان در شرایط مساوی با مردان در زندگی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی کشور و نیز گسترش سعادت جامعه و خانواده شده و شکوفایی کامل قابلیت‌ها و استعدادهای زنان رو در خدمت به کشور و بشریت دشوارتر می‌نماید. با نگرانی از این که در شرایط فقر و تنگ دستی زنان از حداقل امکان دسترسی به مواد غذایی، بهداشت، تعلیم، تربیت و فرصت‌های شغلی و سایر نیازها برخوردارند، با تأکید بر این که ریشه‌کن کردن آپارتاید، اشکال مختلف نژاد پرستی، تبعیض نژادی، استعمار، استعمار نو، تجاوز، اشغال و سلطه و دیگر دخالت های خارجی در امور داخلی و دولت ها مستلزم تحقق کامل حقوق مردان و زنان می باشد. با تأکید بر اصول عدالت، مساوات و منافع متقابل در روابط بین کشورها و احقاق حقوق مردم تحت و احقاق حق مردم تحت سلطه استعمار و اشغال خارجی به دستیابی به حق تعیین سرنوشت و استقلال، با اعتقاد بر این که توسعه تمام و کمال یک کشور و رفاه و جهانی برقراری صلح مستلزم شرکت یک پارچه زنان در تمام زمینه‌ها در شرایط مساوی با مردان است، با یادآوری به سهم عمده زنان در تحقق رفاه خانواده، پیشرفت جامعه که تاکنون کاملا شناسایی نشده است، اهمیت اجتماعی مادر و نقش والدین در خانواده در تربیت کودکان و با آگاهی از اینکه نقش زنان در تولید مثل نباید اساس تبعیض قرار گیرد، بلکه تربیت کودکان مستلزم تقسیم مسئولیت بین زن و مرد و جامعه به طور کلی می باشد. با اطلاع از اینکه تغییر در نقش سنتی مردان و زنان در جامعه و خانواده برای دستیابی به مساوات کامل میان زنان و مردان ضروری است، دولت‌های عضو این کنوانسیون با 6 بخش و 3 ماده توافق کردند که شامل جزئیات بیشتر و توضیحات بیشتری از این مقدمه که خدمتتون بیان کردم میباشه، که متاسفانه به علت زیغ وقت وارد این بخش و موارد این کنوانسیون نمیشیم. از بین اعضای سازمان ملل تاکنون تنها 6 کشور ایران، سومالی، سودان، تنگنا به این کنوانسیون ملحق نشدند. پس از اجرای این کنوانسیون کمیته نیز برای رفع تبعیض علیه زنان تشکیل شد. کمیته رفع تبعیض علیه زنان نهادی برای نظارت بر حسن اجرای این معاهده است که برای موجب ماده 17 کنوانسیون تأسیس شده و دارای 22 عضو است. وظیفه اصلی این کمیته بررسی گزارش‌های رسیده از کشورهای عضو کنوانسیون در ارائه پیشنهادها یا توصیه‌های کلی بر اساس بررسی گزارش‌هاست. گزارش به کمیته باید 1 سال پس از تصویب یا الحاق و پس از آن هر 4 سال یک بار یا هرگاه که کمیته بخواهد صورت پذیرد. همونطور که گفتم، جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون ملحق نشده و علتش هم این است که تعارضاتی بین این کنوانسیون و قوانین جمهوری اسلامی ایران دیده میشه. میپردازیم به موارد تعارض مورد کنوانسیون فوق الذکر با قوانین جمهوری اسلامی ایران. مهمترین موارد تعارض این کنوانسیون با قواعد اسلامی حاکم بر ایران عبارتند از ارث. طبق قواعد اسلامی سهم ارث زنان نصف سهم مردان است، دیه زنان نصف مردان است. جالب است این که دیه برخی از قسمت‌های بدن مردان از دیه زنان بیشتره. حق طلاق به طور مطلق با مردان. حق مسافرت زنان بدون اجازه مستقیم همسران یا سرپرستان مذکر نمیتونن به مسافرت برن. شهادت زنان در دادگاه، شهادت زنان در محاکمات رسمی، شهادت زنان به اندازه نصف مردان ارزش داره، یعنی شهادت
دو زن معادل شهادت یک مرد در دادگاه است. زنان نمیتوانن قاضی باشن، هیچ زنی نمیتونه در سیستم اسلامی ایران قاضی باشه، فقط از بین مردان انتخاب میشه حاکم و قاضی و مثل دادگاه های خانواده میشه قاضی زنان رو به کار میگیرن، چون که به نظرشون اینه که اون زنان نمیتونن تصمیم بگیرن و احساساتی هستن و همچنین حضانت اطفال سرپرستی یا حضانت اطفال همیشه به مردان داده میشه و زنان اقلیت، زنانی که عضو اقلیت های مذهبی باشن، اونها همچنین ازدواج مردان میتونن 4 زن بگیرن و زنان نمیتونن بیشتر از 1 شوهر داشته باشن. ازدواج موقت مردان میتونن زن صیغه‌ای داشته باشن ولی این قاعده شیعی است و سنی ها اون رو قبول ندارند. زن ها که با خارجی ها ازدواج کنن طبق قواعد اسلامی حاکم بر ایران تابعیت خودشون رو از دست میدن. افرادی که دین اسلام رو ترک کنن مرتکب ارتداد میشن. اگه مرد باشن بلافاصله محکوم به اعدام میشن، ولی در مورد زنان حکم اینطوره که اونان رو در زندان نگه میدارن و در موقع یومه اونها رو شلاق میزنن تا دست از ارتداد بردارن و این حکم به این سببه که فکر میکنن زنان سست فکر هستن و برعکس مردان که تصمیم اونها با قاطعیت هستش. لباس زنان در قواعد اسلامی حاکم بر ایران قواعد ناظر بر لباس پوشیدن بین زنان و مردان کاملا تبعیض آمیزه، به طوری که زنان با تمام بدنشون رو به غیر از گردن و صورت و کف دستهایشون از مژ تا انگشتان مخفی کنن. همونطور که در قانون اساسی در اصل 20 گفته شده، یک ثانیه زن و مرد طبق اسلام، این یک ثانیه بر اساس دین اسلام اجرا میشه و بسیاری از موارد اون با مفهوم عدم تبعیض در این کنوانسیون متفاوت است. متاسفانه این یک ثانیه بر اساس قوانینی است که با این کنوانسیون تعارض بسیاری داره. من بحث رو در اینجا به پایان میبرم. سپاسگزارم که با من همراه بودید. سپس از توضیحاتی که ارائه دادین سرکار خانم ولی‌زاده، یکی از موضوعاتی که واقعا میشه بهش اشاره کرد که دغدغه تمام مردم هست دستیابی به حقوق برابر هست که تمامی انسان ها در سر تا سر جهان و مخصوصا هموطنان ما در ایران که با مشکل آزادی بیان و آزادی عقیده مواجه هستند به دنبال دریافت این آزادی هستند. در ارتباط با سخنرانی سرکار خانم ولی‌زاده، اگر که نظری دارین لطفا بفرمایید. صفحه خانم بیژندی، اگر که آمادگی دارین لطفا علامت ریس هند رو بزنید. مایک در اختیار شماست، بفهم. درود عرض میکنم خدمت همه همکاران، شب هم میگه خوش. اگر که خاطرتون باشه من در جلسه قبلی در مورد 4 دوره در واقع صحبت کردم که فقط فرصت شد به دوره صحبت کنم. سال 68 تا 76 بود که دوره سازندگی بود، اما این جلسه میخوام در مورد دوران اصلاحات صحبت کنم، در مورد مبارزات زنان از سال 76 تا سال 83. خیلی کوتاه راجع به شرایط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی میگم که دولت اصلاحات تو راستای ادامه سیاست درهای باز که از دوران سازندگی آغاز شده بود به اقداماتی از جمله تشکیل حساب ذخیره ارزی، اصلاح سامانه مالیاتی، تثبیت نرخ ارز
بعد تصویب اجرای قانون سرمایه گذاری خارجی دست داد. خب که اما به رغم این اصلاحات نرخ اشتغال در این دوره به کلی پایین اومد که به تبع اون نرخ اشتغال زنان هم کاهش پیدا کرد. در این دوره در راستای سیاست‌های درهای باز و بازبینی سیاست‌های سنتی در برخی قوانین اصلاحات جزئی به نفع زنان صورت گرفت. از جمله اصلاح قوانین مربوط به سن ازدواج بود که از سن 9 سال به 13 سال تغییر کرد. تعیین مصادیق عصر و حرج بود و تغییر قانون سن حضانت که با تلاش حالا تشکل‌های مستقل حامی کودک از 3 سال به 7 سال رسید. و همچنین لغو ممنوعیت اعزام دانشجویان دختر به خارج از کشور که از مهمترین فعالیت‌های حقوقی این دوره بوده. و درخواست نهادها و گروه‌های مستقل زنان برای پیوستن به کنوانسیون جهانی رفع همه شکل‌های تبعیض علیه زنان بالاخره باعث شد که این کنوانسیون از طریق فراکسیون زنان مجلس در دولت نهم به مجلس راه پیدا کنه. اما به رغم تمام تلاشی که در شورای شورای نگهبان متوقف ماند و حتی به شکل در واقع یک مسئله هم تصویب نشد. در این حال قوانین مربوط به حضانت، ارث، شهادت، مجازات اسلامی، اشتغال زنان، شرایط طلاق، تابعیت زن، امکان فسخ ازدواج توسط زن، مهریه و نفقه از مهمترین مقررات تبعیض آمیز علیه زنان باقی موند. و دولت اصلاحات هم تا پایان دوره 8 ساله خود به جز مورد جزئی در زمینه حضانت نتونست هیچ لایحه‌ای رو برای اصلاح این قوانین به مجلس ببره. در این رابطه تنها کاری که انجام شد تشکیل یک کمیته حقوقی در مرکز امور مشارکت زنان بود که پیشنهادهایی رو برای اصلاح قوانین و مقررات مربوط به زنان ارائه کرد. اونطور که از گفته‌های رئیس وقت مرکز مشارکت امور زنان که زهرا شجاعی بوده گفته شده، میگه که مهمترین فعالیت این کمیته انتشار 2 جلد کتاب نظام جامعه حقوقی و قضایی زنان است. که این طرح آماده شد اما دیرتر از اون که دولت اصلاحات بتونه اون رو به عنوان یک لایحه دیرتر از اون که دولت بتونه اون رو به عنوان یک لایحه به مجلس ارائه بده. یکی از معدود امکانات در مقابل نسل جدید دختران و زنان جوانی که در پی افزایش و تثبیت حضور خود در عرصه‌های عمومی بودن تلاش برای پذیرفته شدن در دانشگاه‌ها و احیاناً چشم‌انداز حضور پرقدرت در عرصه‌های مدیریتی بود. بنابراین یکی از دستاوردهای تلاش زنان در این راستا حضور پررنگ اونا در نتایج کنکور دانشگاه‌ها و افزایش چشمگیر اونها در بین پذیرفته شده های کنکور بود، به گونه که تعداد زنان و دختران پذیرفته شده در کنکور دانشگاه در سال 823 47% افزایش نشون میداد. اما به رغم تلاش های خستگی ناپذیر زنان و دختران، محدودیت ها و ممنوعیت های علیه زنان همچنان به شکل های مختلف ادامه داشت. مشارکت‌های فرهنگی، هنری، ورزشی زنان از آن بابت که عمدتاً ناشی از تلاش خود زنان بوده، در 2 دوره ریاست جمهوری اصلاح طلبان رشد چشمگیری داشت. نرخ رشد تعداد زنان ناشه در سال‌های 76 تا 79 بیش از 56% بوده. نرخ رشد تعداد زنان نویسنده بیش از 300% بوده. تعداد مکان‌های ورزشی و کلاس‌های آموزش ویژه نیز تو اون سال‌ها افزایش داشته و حالا حمایت غرب از سیاست نیمبند حاکمیت و رشد آمارها به نفع زنان هم راه رو برای تلاش‌های زنان هموارتر می‌کرده که حالا یکیش مثلا جمله این چیزای مثبت جایزه صلح نوبل شیرین عبادی بوده که در سال 89 خودش نوعی حمایت و تشویق بود در واقع غرب بود از این سیاست‌ها و توجه به رشد آمارها به نفع زنان بود که داشتون میداد. و رشد چشمگیر NGO های زنان در جهت کانالیزه کردن مطالبات روزافزون زنان و حضور گسترده زنان در فضای مجازی و رشد وبلاگ ها و وبسایت ها در این دوره هم از علائم مشخصه تلاش زنان برای حضور بیشتر در عرصه عمومی و سیاست‌های نسبتاً روادار حاکمیت در این مورد بوده. با این همه عرصه‌های عمومی برای زنان بسیار محدود بود و اونچه که به دست می‌اومد بیشتر حاصل تلاش خود زنان بود. در دوره خاتمی نام هیچ وزیر زنی
به مجلس داده نشد. تنها نام یک نفر به نام معصوم ابتکار بود که در تمام دوره 8 سال ریاست جمهوری اون رئیس سازمان محیط زیست بود و مرکز مشارکت امور زنان هم از مراکزی بود که در این دوران تأسیس شد در آبان 76 که با حالا حکم رئیس جمهور آغاز به کار کرد و ریاست اون هم از اون موقع به مدت 8 سال به زهرا شجاعی سپرده شد که حالا خود خانم شجاعی هم در این مورد اینجوری اظهار نظر کردن که یکی از کارهای مرکز وارد کردن مباحث زنان به برنامه سوم و ایجاد محتوای جنسیتی در برنامه چهارم توسعه بوده که تو برنامه پنج ساله سوم فقط یک ماده راجبه به زنان داشتن که ماده 158 بوده، اما تو برنامه چهارم بیش از 43 بند و ماده و عبارات راجع به زنان وجود داشته. تعداد زنان داوطلب برای انتخاب در مجلس افزایش پیدا کرده بود و در انتخابات سراسری شوراهای شهر و روستاها درصد نامزدهای زنان چشمگیر بود و همه اینا بیش از اینکه ربط به وضع قوانین و ایجاد امکانات به نفع زنان داشته باشه حاصل تلاش‌های خود زنان بود. دولت به رغم شعار توسعه سیاسی، توجه به حقوق شهروندی، آزادی بیان و برجسته کردن حقوق زنان همچنان بر نقش محوری زنان در بنیاد خانواده اصرار رو تاکید می‌کرد که زن در نظر ما عزیزه و دارای نقش اساسی در جامعه و نقش محوری در خانواده است. زن مدار محور خانواده است، یعنی مدیر خونه، زن یعنی مادر و مادر بودن بزرگترین امتیاز و افتخار بشری. اما خواسته های زنان پس از اشتغال به ترتیب همچنان افزایش مراکز فرهنگی و تفریحی، آزادی و امنیت، بهبود و مسائل معیشتی، باور به توانایی های زنان، امکانات تحصیلی و اصلاح قوانین و مقررات مدنی و جزایی تبعیض‌آمیز علیه زنان بود. بنابراین تغییراتی که تو این دوره در مورد زنان انجام شد مثل دوره قبل بیشتر ایجاد ویترین جذاب برای نشان دادن به غرب بود و زنان همچنان درگیر مسائل گذشته بودند و تبعیض هم در تمامی عرصه‌ها بود. جنبش دموکراسی خواهی دولت اصلاحات و سازمان‌های غیر دولتی نادیده گرفتن حقوق زنان و حتی بازپس گرفتن آنچه داشتند مطمئناً یکی از دلایل اصلی حضور زنان در عرصه مبارزه و تداوم این حضور بود. همونطور که گفته شد اون گروه از زنان چپ که پس از تحمل زندان و محرومیت‌های بسیار جان به سالم به در بردن به همراه زنان دیگری که با روی کار آمدن نظام سیاسی جدید خانه نشین شدن یا در جامعه و خانواده محدودیت‌های جدیدی به اونها تحمیل شد و ابتدا با ایجاد محافل و تشکل‌های غیر رسمی طرح مطالبات زنان و ضرورت ایجاد جنبش مستقل زنان رو پرداختن و تجربه کار مستقل و زنانه را به آزمایش گذاشتن که با پایان یافتن در واقع جنگ ایران و عراق که همواره توجیه کننده تمام کاسی ها و سرکوب ها و خفقان های موجود بود و گذشت یک دهه از آن و عدم پاسخگویی حاکمیت جدید به منافع گروه ها و طبقات به ویژه زنان در اواخر دهه 60 و اوایل دهه 70 نارضایتی های مردم از شرایط حاکم رو به اوج خودش رسوند. اما دوره بعدی که به اون میپردازیم دوره اصولگرایی در واقع ریاست جمهوری احمدی نژاد هستش. توی این دوره نرخ بیکاری همچنان سیر صعودیش رو طی می‌کرد و همان گونه که انتظار می‌رفت نرخ بیکاری زنان هم همچنان بیشتر از نرخ بیکاری مردم بود. زنان دیگر در اعلامیه اول ماه می 1392 در مورد شرایط اقتصادی سال 90-91 می‌نویسن که طبق نظر کارشناسان پس از فصل بهار و بیکاری بخش زیادی از زنان در بخش کشاورزی نرخ بیکاری زنان ممکنه که به 65% هم برسه. تعداد 12,500,000 نفر زن خانه‌دار هم شغلی نداشته باشن و به کار در واقع بیکاری در واقع در خانه‌داری مشغول باشن.
زنانی که تنها سرپرست خانواده هستند و در این دوره 1,200,000 نفر اعلام شدند و زنان شاغل در تمام دوره عمدتا در بخش‌های غیر تخصصی و کم درآمدتر مثل کشاورزی، تولید منسوجات، دوزندگی، قالی‌بافی، آموزش، بهداشت و مددکاری اجتماعی کار می‌کردند و فقط 3.2% از اونا در سال 90 مشاغل تخصصی و شغل‌های بالاتر مشغول بودند که در واقع مزید این در تمامی مشاغل متوسط حقوق زنان در ردای شغلی یکسان خیلی پایین تر از مردا بود. اما دولت احمدی نژاد در راستای سیاست‌های مخالفت با غرب زدگی، مخالفت با حضور زنان در عرصه عمومی و تقدیس خانواده در دوره اول موضوع کاهش سرعت کاری زنان رو مطرح کرد تا حضور زنان در خانه و خانواده بیشتر بشه. مرکز امور زنان با تشکیل ستاد ملی زن و خانواده اهداف خودش رو پیشگیری کردن از فروپاشی و تزلزل خانواده، کاهش کنترل آسیب‌ها و کاهش پیامدهای ناشی از طلاق که تعریف می‌کرد در واقع. افزایش مرخصی زایمان برای زنان کارمند از 3 ماه به 9 ماه اضافه شد و 2 هفته مرخصی برای پدران. اینا از اولین طرح‌های مرکز بود که حالا به یه شکلی تصویب شد. این طرح ابتدا به دلیل تأمین نشدن بار مالی مورد موافقت شورای نگهبان قرار نگرفت، اما پس از اون در دومین سال دومین باری که ارسال شد به شورای نگهبان به تصویب رسید و در نهایت با تبصره اصلاح قانون ترویج تغذیه با شیر مادر به تصویب قانونی منجر شد که بر اساس دولت مجاز به افزایش مرخصی زایمان به 9 ماه بود، نه اینکه مکلف به انجام اون باشه. بعد بیمه مهریه، دورکاری زنان، استخدام 2 زن در پست به صورت نیمه وقت یا با نیمی از حقوق و مزایا هم از طرحهایی بود که توی مرکز مطرح شد و هیچ یک هم به نتیجه نرسید. و تدوین‌های سیاست‌های مربوطه به افزایش جمعیت هم در این مرکز به طور جدی دنبال شد که حالا این مرکز حتی لایحه مرخصی 3 ساله رو به دانشجویانی که مادر می‌شدن هم تصویب کردن. و اما با توجه به نگرانی‌هایی هم که درباره حذف وسایل پیشگیری از بارداری در جامعه به وجود اومده بود، اعلام شد که از توزیع و ارائه این خدمات در داروخانه‌ها هم جلوگیری نمی‌شه، بلکه معنی این که بودجه تنظیم جمعیت در وزارت بهداشت به صفر رسیده که خدماتی که قبلا توسط وزارت بهداشت در برخی مرکز بهداشت به صورت رایگان ارائه میشد حذف شد. اما توی سیاست‌های ساعت‌های کاری زنان از 44 ساعت به 36 ساعت در هفته تقلیل پیدا کرد که رئیس وقت مرکز امور زنان تصویب لایحه رو یکی از افتخاراتش میدونه و بسته تشویقی شورای عالی انقلاب فرهنگی هم برای افزایش جمعیت هم یکی دیگه از طرح‌های این مرکز بوده که حالا از هدایای نقدی و سکه گرفته تا تسهیلات شغلی و وام مسکن و تشویقی که به دنبال معلوم نبودن محل تامین اعتبار اونها بلا تکلیف مونده. اما بیمه زنان خانه‌دار که در سال 1381 هم در مجلس تصویب شده بود، قرار بود که سازمان بهزیستی سالانه حداقل 1,000,000 زن خانه‌دار رو بیمه کنه که اونم به دلیل کمبود اعتبار محقق نشد و به وزارت کار محول شد، اما باز هم عملیاتی نشد تا اینکه سر از مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری دولت دهم درآورد و رئیس مرکز خبر داد که 100 میلیارد تومان برای بیمه کردن 200,000 زن خانه‌دار در اون موقع در مجلس شورای اسلامی تصویب شده. به گفته او سهمی که زنان باید در این برای این بیمه پرداخت کنن مطابق پایه دستمزد وزارت کار تعیین شده و 60-70% توسط افراد، یعنی همون زنان خانه‌دار که درآمدی هم ندارن، و 30% هم دولت پرداخت میکنه. و موضوع بعدی هم در مجلس هفتم برابری میزان دیه زنان و مردان در تصادف رانندگی محقق و تصویب شده بود. طرح مجدد برابری دیه زنان و مردان در مجلس بدون اینکه به نتیجه برسه، بیانگر این بود که برابری دیه زنان گستره بسیار وسیع تر از صرفا تصادفی رانندگی رو در بر میگیره و
بعدها در دوره روحانی دیگه زن و مرد در بیمه تصادف رانندگی یعنی همون شخص ثالث با تایید شورای نگهبان برابر اعلام شد. اما در روزهای پایانی سال 90 در بعد از نشستی درباره پیشنویس لایحه تامین امنیت زنان با حضور کارشناسان حقوقی و صاحب نظران این حوزه در مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری برگزار شد که پیشنویس این لایحه در قالب 5 فصل و 93 ماده تدوین شد. از موارد مهم این لایحه تعیین تکلیف و حمایت از کودکان متأهل، حمایت از زنانی که بیشتر در معرض آسیب هستند مثل زنان معلول، کمتوان، مهاجر، جرم‌انگاری، آزارهای شوهر که منجر به خودسوزی، خودکشی و اقدام زن علیه خود میشه و خشونت روانی، خشونت اقتصادی اشاره کرده. اما این لایحه همچنان در این دولت در پیچ و خم تصویب و هنوز به تصویب هم نرسیده. اما دولت احمدی نژاد در زمینه معرفی زنان به عنوان وزیر پیشتاز و تابوشکن بود. اون قصد داشت که در 3 وزیر در کابینه داشته باشه که در نهایت به حضور مرزی وحید دستشردی به عنوان وزیر بهداشت رضایت داد. سوسن کشاورز و فاطمه آجولو که برای آموزش و پرورش و وزارت رفاه به مجلس معرفی شدن تنها رأی منفی نمایندگان رو به خودشون اختصاص دادن، که در عوض احمدی نژاد هم تا تونست در معاونت ها و سازمان ها از زنان، از حضور زنان استفاده کرد، مثل مریم مجتهدزاده رئیس مرکز امور زنان، فاطمه بوداقی مشاور حقوقی احمدی نژاد، نسرین سلطانخان معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری و حالا بقیه اونا که اسمشون تقریبا زیاده. اما قسمت آخرم من خدمتتون میگم چون نمیخوام طولانی بشه و بخش بعدی که بخش نهایی باشه رو جلسه بعد ادامه میدم. جنبش زنان پس از ممنوعیت فعالیت سازمان‌های غیر دولتی چطور بود؟ بعد از به روی کار اومدن جناح اصولگرایان از سال 85، تعطیلی سازمان‌های غیر دولتی و محدود شدن فضاهای عمومی، راهکار و فضای جایگزین برای فعالیت گروه‌های علنی جنبش زنان، شبکه‌هایی بود که به شکل کمپین، ائتلاف‌ها و عمدتاً از طریق وبسایت‌های مختلف فعالیت می‌کردند. روابط درون گروهی هم عمدتا از طریق ایمیل های گروهی صورت می گرفت، چون که این امکان برای برگزاری جلسات بزرگ وجود نداشت. بزرگترین ائتلاف هم تو این دوره ائتلاف نبلای خانواده در سال 86 بود که به یک جمع گسترده تبدیل شد و فضایی برای تبادل اطلاعات و اخبار بین گروهی فراهم کرد. این ائتلاف عمدتاً از طریق لیست‌های ایمیلی صورت می‌گرفت و تونست یه شبکه مجازی بزرگ بین گروه‌ها فراهم کنه که در اون شرایط خفقان و سرکوب می‌تونست راهکاری جایگزین برای فعالیت‌های شبکه واقعی جنبش زنان باشه که متأسفانه اونم ادامه پیدا نکرد. اما بخش آخر و همچنین این دوره رو در جلسه آینده خواهم گفت، از جنبش سبز میگم براتون و اتفاقات اخیر رو همچنان. ممنون که تا این لحظه همراه من بودید. سوالی باشه در خدمتتون هستم. سپاس از نکاتی که ارائه فرمودین سرکار خانم بیرجندی. مبارزات زنان نه تنها در ایران، در تمام جهان خیلی وقتی که هست و همچنان هم ادامه داره تا دستیابی به حقوق برابر. اگر که همکاران در این رابطه نظری دارن لطفاً بفرمایید. خب سرکار خانم محمودی اگر که آمادگی دارین لطفاً علامت رئیس هند رو بزنید. درود خدمت همه همکاران عزیز. من سخنرانی امروز خودم رو با عنوان تاریخچه ورزش زنان ایرانی با یک خبر که بی ربط نیست به اتفاقهای این روزها شروع می کنم.
مهسا صادقی ملی پوش تکواندو ایران با انتشار یک پست اینستاگرامی در حمایت از زنان ایران در واکنش به کشته شدن مهسا امینی از تیم ملی خداحافظی کرد و نوشت: به احترام تمام دختران عزیز ایران زمین و به امید حفظ حرمت و شخصیت و جان زنان از تیم ملی خداحافظی میکنم. خب دوستان، همونطور که میدونید ورزش یک کلمه عمومیه و فارغ از جنسیت، و الان خب ما داریم میگیم ورزش رو زنان مردانه کردیم. و اگر برگردیم به کشور خودمون ایران و نگاهی بندازیم به ورزش، متوجه این میشیم که همواره مسئله حجاب مسئله بوده که بعد جداسازی جنسیتی مسئله بوده که باعث شده ما توی ایران ورزش رو به شکل زنانه و مردانه داشته باشیم. من سعی میکنم که حالا با یک سری اطلاعاتی که به دست آوردم قبل از انقلاب رو توی امروز در این تایمی که دارم براتون بگم، و بعد از انقلاب که چه اتفاقهایی میفته رو هم در جلسه دیگه که با هماهنگی همکاران هر وقت که فرصتی باشه اون رو ارائه بدم. خب دوستان، همونطور که میدونید زنان توی جامعه ایران همیشه در اندرونی بودند، یعنی اینطور نبوده که بیرون از خونه باشن، و در اصلا مسئله حجاب هم مسئله بوده که خب همیشه مرتبط با ورزش، و اونها نمیتونستن چون حجاب داشتن ورزش رو داشته باشن. اگه بخوایم بگیم زنان ایرانی از کی این مسئله ورزش براشون به وجود اومده و استارت زده شده، میتونیم اون رو بگیم سال 1314 با مسئله کشف حجاب. سالی که ما مسئله کشف حجاب رو داشتیم، تا قبل از اون زنها حتی اصلا حق آموزش هم نداشتن تا اینکه بخوان بیان و حالا ورزش کنن یا مثلا بخوان توی مسابقات شرکت بکنن. و اینکه حالا به سال 1314 که این اتفاق میفته، ولی از همون سال 1314 تا سال 1330 هم ما نمیتونیم بگیم که ورزش مثلا باز ورزش بانوان به شکلی بوده که واقعا مثلا میتونستن توی مسابقات شرکت کنن و این شکل بوده. مثلا توی درسته که قبل از اون مثلا یک لایحه‌ای تصویب میشه که 2 ساعت ورزش اجباری بوده تو مدارس، و خب اون خیلی کمک میکنه به زنان و دخترانی که توی مدرسه بودن، همین 2 ساعت ورزش اجباری که حالا بیشترم مثلا ورزش ها دو میدانی بوده، ژیمناستیک بوده، توی اون ساعت ها حالا همچین ورزش هایی رو انجام میدادن. ولی اگه بخوایم به صورت جدی بگیم که ورزش زنانمون از که شروع شده، میتونیم سال 1330 رو مد نظر قرار بدیم که فرح دیبا سازمان ورزش زنان توی کاخ جوانان اون رو پایگذاری میکنه، و در این زمان بوده که ورزش اصلا پاش به شهرستان ها و جاهای دیگه هم باز میشه. و توی اون زمان مثلا شهرستان ها، مثلا شهرستان هایی که جاهایی که بیشتر خارجی ها حضور داشتن، مثلا توی خوزستان، به خاطر اینکه اکثر افرادی که از کشورهای خارجی مثل انگلیس می اومدن، اینها ورزش رو هم به خودشون می آوردن و امکانات ورزشی هم می آوردن توی اون شهرها. مثلا خوزستان توی اون زمان ها خیلی قوی بوده و فکر کنم اولین استخرها، استخر امجدیه مثلا توی اونجا بوده، استخر روبازی که اونجا بوده، و به واسطه مثلا استخرها و لوازم دستگاه‌های ورزشی و امکاناتی که وجود داشته توی اون قسمت‌ها هم ما افراد زودتر به اومدن توی حوزه ورزش و فعالیت کردن، که حالا اینجا میتونه چیز کنه، ما میتونیم بگیم که چه افرادی مثلا حالا اولین زنهایی بودن که اومدن. با اینکه توی مدارس ورزش اجباری بوده، ولی اگر این افراد میخواستن بیان و
ورزش رو به صورت حرفه‌ای انجام بدن به خاطر سنت و سنتی که وجود داشته توی خانواده ها اصولا باز هم اجازه داده نمی شده به دخترها که این کار انجام بدن. توی سالهای اولیه‌ای که ورزش زنان شروع میشه اصولا بیشتر زنان غیر مسلمان بودن که ورزش رو مثلا جز اگه برید اسامی رو نگاه کنید و افرادی که مقام می آوردن بیشتر مثلا افراد ارامنی بودن که توی ایران زندگی میکردن و حجاب براشون مسئله خاصی نبود. یعنی اینجا میتونیم این مسئله رو در نظر بگیریم که توی اون زمان هم حجاب یک مسئله بوده که مانع این شده که زنها بتونن توی ورزش مثلا شرکت کنن. مثلا نازی بیات حلیم چیزی که من خوندم، حالا حلیمی سروری اگه درست بخوام بگم، افرادی که توی مثلا سال 1964 حالا یا توی المپیک اولی المپیکی که شرکت کردن، اینها بیشتر زنانی بودن که غیر مسلمان بودن. توی این زمانی که ما داریم بررسیش میکنیم یه سری مواردی هم بوده که کمک کرده که زنها بتونن بیان توی این ورزش ها شرکت کنن و این ورزش حرفه‌ای شکل خودش رو بگیره. اولین گام رو گفتم، همون فرح دیبا بود که این مؤسسه رو به وجود آورد. بعد از اون یه انجمنی بوده با نام انجمن دوشیزگان که این انجمن توی تهران بوده و انجمن دوشیزگان انجمنی بوده که برای زنان بوده. اونجا موارد مختلف رو به زنها آموزش میدادن، مثلا موسیقی، گلدوزی، خیاطی، مهارت‌های مختلف رو زنها می اومدن توی اون انجمن یاد می گرفتن که بعداً ورزش هم بهش اضافه میشه. اینجا یه اتفاق خیلی خوب میفته و افرادی که خانواده هاشون به خاطر مختلط بودن استادیوم ها یا جاهایی که ورزش زنان و مردان بوده اجازه نمیدادن که دخترانشون بیان و توی حوزه ورزش وارد بشن، این اون دخترها میتونن چون اینجا فقط برای دوشیزگان و زنها بوده اینجا اونها اجازه پیدا میکنن که بیان توی اینجا و ورزش مورد علاقه خودشون رو انتخاب بکنن و روش کنن توی اون. و اولین ورزشکاری زنی که ما داشتیم، یعنی یک دهه بعد از این اتفاقی که من گفتم سال 1330، سال 1340 بوده که اینا به چین میرن و ایران الیاسوند جز اولین زنهایی بوده که فکر میکنم مسئول بوده توی این دوره، برای مسئول زنانی بوده که اونا رو به چین بردن و بعد هم توی دوره های بعدی، یعنی همین زنان که خودشون ورزش رو به صورت حرفه‌ای داشتن کار میکردن، بعدن با آموزش دادن به زنان دیگه خیلی کمک میکنن که ورزش زنان فراگیرتر بشه، که خودش یکی از همین افراد ایران الیاسوند بوده. و مثلا حالا وقتی که زمان میگذره ما میبینیم که مثلا تو سال 2021 مثلا 11 تا زن داشتیم توی المپیک، ولی خب این یک مسیر طولانی رو طی کرده. همونطور که بهتون گفتم از سال 1000 میلادیش رو بخوایم بگیریم، 1964 تا 1974 اتفاقات خوبی توی ورزش زنان میفته. 9 تا رشته ورزشی وجود داشته که زنها میتونستن توی این رشته ها شرکت کنن. دو میدانی بوده، شنا بوده، ژیمناستیک بوده، شمشیربازی بوده، والیبال، بسکتبال، بدمینتون، تنیس، تنیس روی میز. و توی همین زمان ها بوده که توی تیم‌های آسیایی ژاپن همیشه قهرمان مطلق بوده توی اون زمان‌ها و چین هم خیلی قوی بوده، ولی فکر می‌کنم توی سال 1974 بوده که ایران جایگاه دوم رو به دست میاره و خیلی موفق میشه توی اون سال، که دیگه هرگز هم همچین مقامی رو تا الان نتونسته توی ورزش بیاره. خب بعد از این مسئله‌ای که اگه باز بخوام یه مروری بکنم، از سال 1314 شروع میشه، سال 1330 ما میتونیم بگیم به صورت حرفه‌ای شروع شده ورزش زنان، از سال 1340 تا 1350 سالهایی بوده که اینا آموزش دیدن و
حرفه‌ای شدن و زنانی که توی این دوره بودن بعداً تونستن که توی ورزش به زنان دیگه کمک کنن. یکی توی سال 1300 یک دانشسرای ورزش هم بوده که دانشسرای ورزش خیلی کمک میکنه به پیشبرد ورزش زنان. یکی از عوامل دیگه‌ای که توی پیشبرد ورزش زنان قبل از انقلاب خیلی مهم بوده این دانشسرای ورزش بوده که اینها افرادی که مستعد بودن رو انتخاب میکردن و هزینه و مسئولیتش با دولت بوده. این یک گام مهمی بوده، یعنی بعضی خانواده‌ها که خیلی سنتی و متعصب بودن و اجازه نمیدادن دخترانشون ورزش رو به صورت حرفه‌ای ادامه بدن، وقتی که انتخاب می شدن از طرف این دانشسرا و کل هزینه هاشون دیگه با دولت بوده، این خیلی نقش مهمی داشته. اونها می تونستن برن و ورزش رو به صورت حرفه‌ای انجام بدن و این دختران خب اصولا چون با مسئولان رد بالا ورزش می کردن یا جاهای مختلف اعزام می شدن، باز این در بعدش اینها میان با آموزشگاه‌هایی که خودشون راه اندازی میکنن همین نسل میتونن توی فراگیر شدن ورزش برای زنان خیلی نقش مهمی داشته باشن. و توی سال 1362 همین دانشگاه ورزش، مؤسسه ورزش عالی، فکر میکنم تو سال 1159 بودی که بعد از اینکه جمهوری اسلامی به پیروزی میرسه، دوباره اتفاقی که میفته، یعنی اولین کاری که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی اتفاق میفته این بوده که ورزش زنان میتونیم بگیم منحل میشه و به خصوص ورزش های مثل شنا، ژیمناستیک، دو، یعنی اینها که دیگه به طور کامل حذف میشه. و توی سال 1359 بودی که مدرسه ورزش عالی که فکر میکنم همین شیرودی الان بوده این منحل میشه که اون توی اون زمان هم تعداد زیادی دانشجو داشته، بالای 1500 نفر فکرم افرادی بودن که اونجا مشغول بودن، حالا یا معلم بودن، استاد بودن، یا داشتن مثل دانشگاه تربیت معلم یک دانشگاهی هم داشتن برای مدرسه ورزش عالی بوده، همین دانشگاه تربیت معلمی که الان خوارزمی شده. فکر میکنم همین ورزشگاه شیرودی که نزدیک همونجاست، مکانش هم اونجا بوده، که این مدرسه عالی ورزش تو سال 1350 هم تأسیس شده بوده و کپی کاملی بوده از دانشگاهی که توی کلن آلمان بوده. اینها میان کاملا هم از لحاظ فکر کنم ساختمونی، هم از لحاظ سیلابس هایی که داشته باشن، روش اداره کردن، همه رو کپی میکنن و این رو توی ایران میان اجرایی میکنن و خیلی کمک کننده بوده. و نکات دیگه ای که بخوام بگم برای ورزش زنان بوده، اولین تیم فوتبال یا فوتسال اگه بخوام بگم، این توی این حوزه ها زنها حدوداً توی سال 1151 تونستن ورود کنن و توی سال 1151 اینها اولین دیدار خارجی رو داشتن. میتونیم بگیم که رشد ورزش زنان تو همون دهه 40 و 50 بوده و زمانی که دیگه داشته به اوج خودش میرسیده و واقعا میتونسته توی دنیا و توی آسیا حرف بر گفتن داشته باشه، ما با پیروزی جمهوری اسلامی مواجه میشیم که بعد از اون انقلاب فرهنگی و منحل شدن این مراکز زنان دیگه نمیتونن توی ورزش شرکت کنن و بعد از اون 20 سال ما اصلا ورزش زنان نداشتیم. یعنی زنان دیگه بعد از 20 سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ما ورزش زنان به شکلی که بخوان اعزام بشن به کشورهای خارجی نداشتیم. یه کانونی هم توی همون زمان ها فرح افتتاح میکنه که این هم خیلی تاثیر داشته توی ورزش زنان. این کانون کارآموزی فرح بوده که این برای گروه سنی 14 تا 18 سال بوده و بیشترش هم حالا این توی تهران و کرج بوده و یه سری امکانات ورزشی به دختران میدادن که یه بودجه‌ش هم کلا دولت میداد و اونها میتونستن بیان و توی این مسابقات شرکت کنن و افرادی که مستعد بودن رو از این طریق جذب میکردن.
من چقدر از وقتم مونده؟ هنوز وقت ایسر که خواهم محبودی بفهم. چون که میخوام ورود نکنم به بعد از انقلاب و هم توی قبلش بمونم، از لحاظ تاریخی یکی دیگه توی سال 1156 هم یه اتفاق دیگه بوده که زنان اونجا شرکت داشتن، المپیاد توی پاریس بوده که توی رشته های ژیمناستیک و شنا و دو میدانی بوده که زنان شرکت داشتن. اگه بخوایم حالا بیایم فارغ از این موارد و تاریخ هایی که من گفتم در خصوص ورزش زنان صحبت کنیم، از لحاظ حقوقی به خاطر همین مسئله حجاب همواره چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب ما با این مسئله کنترلی که روی بدن زن بوده مواجه بودیم و زنها نتونستن گامهای بزرگ، یعنی اونقدر که باید رشد کنن، رشد بکنن، رشدشون اتفاق بیفته. مثلا توی قبل از انقلاب یه اتفاق دیگه که میافتاده به این شکل بوده که زن اصولا زنانی که میرفتن توی ورزش، یعنی با همه این موارد و آزادی ها یا تشویق هایی که بوده و از لحاظ فرهنگی داشتن روی خانواده، یعنی از لحاظ قانونی مشکلی نداشتن ولی از لحاظ فرهنگی و از لحاظ سنتی خود خانواده ها خیلی اجازه نمیدادن. حالا بیشتر مثلا اگر میدیدیم یک زنی به مقام میرسه، وقتی ما داریم این تاریخ ورزش زنان رو مرور میکنیم، اینها زنانی بودن که توی خانواده خودشون هم حالا یا پدر مثلا قهرمان بوده یا برادر قهرمان بوده که در کنارش دخترها هم میرفتن و توی این ورزش ها یک مقام می بردن. مثلا آقای فکر میکنم حسنی زاده که 6 تا دختر داشته و 4 تا از این دخترهاشون توی 4 تا دختر از 6 تا دخترش توی رکورددار ملی بودن توی بحث شنا، یعنی به واسطه این که پدرشون یا افراد دیگه‌ای که نگاه میکنی اینها یا برادرشون یا پدرشون توی ورزش بودن. اگه بخوایم توی شهرستان ها هم بگیم همینطوری بوده، مثلا توی گرگان، توی گرگان هم مثلا یکی از این قهرمان ها میره اونجا یک باشگاهی برای زنان میزنه و به واسطه اون حالا افرادی که نزدیک اون شخص بودن میان و توی حوزه ورزش موفق میشن. یعنی این هم یه نکته هست که ما میتونیم بهش توجه کنیم، یعنی باز هم همه زنانی که توی جامعه بودن دسترسی نداشتن به این مسئله. همین، حالا اگه سوالی موردی باشه، من باز دوباره یادم میاد چیزای دیگه که توی ذهنم میگم، اگه سوالی هست من در خدمتتون هستم. سپاس از توضیحات خوبی که ارائه دادین سرکار خانم محمودی. همکاران گرامی، اگر که نکته‌ای در ارتباط با سخنرانی سرکار خانم محمودی است بفرمایید. جناب آقای شفایی خیلی خوش اومدین، بفرمایید. دوستان من سلام میکنم، بحث ورزشه، من دیگه باید خیلی اظهار نظر بکنم. خیلی ممنون، چون موضوع خوبی انتخاب شده، اما من فکر میکنم که یه مقداری توش شاید مرجعی که انتخاب کردید درست نبوده. مثلا شما عنوان کردید سال 1330 فرع پهلوی هم چیکار کرد، در صورتی که اصلا فرع پهلوی 1338 ازدواج کرده، تازه هنوز صاحب جا و مکان و موضوعی نبوده که بخواد بیاد یک ایدهی بده، یک حرکتی رو بکنه. یه مقدار اون اطلاعات داده شده رو باید تصحیح کرد و البته خب زنان خیلی دیر وارد قضایا شدن، خب طبیعت اون فرهنگ یا اون نگاهی که وجود داشته کاملا درسته، ولی من به قول معروف نسل سالهای دهه 40 هستم
از 46 به بعد من تو جامعه ورزش بودم، والیبالیستا، بسکتبالیستا، دونده ها، شناگرها و پینگ پونگ گروه های خیلی خوبی بودن و واقعا در جایگاه خوبی هم بودن، البته نه رده قهرمانی جهانی ولی به عنوان یک حرکت های خوب که هم مثلا دونده های سرعت خوب داشتیم، دونده های مثلا پرتاب های خوب داشتیم، دادم خانم گبرگیان بود. حتی اینا که شما گفتید که بخش ارامنه بهتر بودن، در واقع به نوعی بله ولی به شکلهای دیگه ای واقعا وجود داشته. من یه سری اطلاعات دیگه بهتون بدم دوستان در رابطه با ورزش بانوان. اولین مدال طلای آسیایی رو خواهر من مهوش شفایی در آسیا گرفته در مهر ماه 1352 در بازی آسیایی، قهرمان آسیا شدن. همون سال من سوم شدم. بعد سال بعد در المپیک 1974 آسیایی یا بازی های آسیایی باز مهوش ما با تیم شمشیر بازی زنان قهرمان آسیا شدن، یعنی ژاپنی که همه جا قهرمان بود و شکست دادن و مهوش مقام دوم رو پیدا کرد. در همون بازی ها خب خود من تو رشتمون من سوم شدم ولی در تیمی قهرمان شدیم. حالا داستان ها زیاد هست و واقعا بچه های شمشیر بازی ما به خصوص دخترانمون طلای آسیا رو داشتن و باید بهشون افتخار کرد. 5 نفر فوق العاده خوب، تو اینترنت هم بزن اسمشون میاد. و در انفرادی هم مقام دومی داشتیم که همینطور به اصطلاح میشه عنوان کرد، یعنی در واقع در ایران در دوره قبل از انقلاب به اون صورت هنوز ورزش زنان روش نکرده بود. اما من میتونم توضیح بدم، ما یه دانشسرای عالی داشتیم که برای تربیت معلم بود، دانشسرای عالی که در خیابون روزولت اون موقع یا الان هم پایین امجدیه که ایشون گفتن، اکثر قهرمانایی که بودن چه زن چه مرد اونجا میرفتن و دوران مثلا من یادمه چون ما برای مسابقه میرفتن آقای قلیچخانی مثلا اونجا تو اونا بود یا موحد اونجا بود، خانم نینا زرگرساله و بقیه بچه‌هایی که پای تیم ملی بودن در اونجا درس میخوندن برای آموزش معلمی و ورزشی. از سال 48 هم در واقع مدرسه عالی ورزش بنیادش گذاشته شد، از سال 49 شروع کرد به دانشجو گرفتن و فعالیت کردن که در واقع همون دورهای همزمان با دورهای ورزشی من هستش. من به هر حال خیلی ممنون که اصلا این موضوع رو مطرح کردید و بدونید که ورزش بانوان در المپیک مونترآل شرکت کرد، من شمشیر بازی شرکت کرده بود، از دو میدانی رفته بودن، اصلا فکر میکنم والیبال هم رفته بود برای بازی های المپیک مونترآل، در بانکوک شرکت کرده بودن، در توکیو شرکت کرده بودن، تیم والیبال زنان شرکت کرده بود، دو میدانی شرکت کرده بود. من یادم اسامی خانم صدارت نامی بود در واقع و حتی پینگ پونگ فکر میکنم شرکت، یعنی اینا رو من خواهش میکنم که حتی کاری نداره اگر که توی مثلا ورزش بانوان توی گوگل سرچ بشه اینا دونه دونه میاد بیرون. من این چند تا جمله رو برای تکمیل گفتم، ببخشید زیاد طول کشید ولی باز اگر شما در این رابطه موردی باشه خانم شراره یا دوستان سوالی داشته باشن من در خدمتتون هستم. جناب شفایی مرسی بابت حالا موردهایی که گفتین و تذکرهایی که دادین، چون من از تاریخ شفایی استفاده کردم حقیقتا، یعنی چیزی رو توی اینترنت که بخوای پیدا کنی و واقعی باشه توی این خصوص که یعنی این موردهایی که من دارم میگم و داشتم از روی نوت‌هایی که برداشتم می‌خوندم برای شما و صحبت کردن مثلا با افراد، برای همین یک متن درستی که بخوایم بگیم برای این مسئله داشته باشیم وجود نداره، مگر اینکه حالا صحبتی که من کردم باز با من اینو به شکل متن در بیارم و با کمک شما که اسلایدهایی که شما میدین اون رو تبدیل کنیم به هم یه متنی که توی گوگل حالا تو سایت بذاریم هم تو گوگل بیاد بالا و این استارتشو بزنیم. اینو نداریم توی گوگل به اون شکل، من چون سرچ زدم به این شکلی که بخواد بیاد این موارد رو پشت سر هم تکرار کنه و اینها نبود با سرچی که خودم کردم.
بفرمایید جناب آقای شفیعی. مرسی. ببینید تاریخ شفاهی خیلی خوبه، ما میشینیم صحبت میکنیم، مثلا من میشینم حرف میزنم یا دلم میخواد که مثلا یه نفر رو بزرگ کنم، مثلا فرح پهلوی رو بزرگ کنم، میام میگم از سال 1330 ایشون اومده مثلا چنین و چنان کرده. خب اینو دیگه باید ما فکر کنیم دیگه، میدونید نباید به حرف هر آدمی یا هر کسی گوش کرد، ما میشنویم یا داشت میکنیم. بعد بهترین جا من همیشه میگم این گوگل قربونش برم همه کار برای ما میکنه، یعنی به راحتی میریم گوگل میزنیم میگیم آقا اصلا ببینیم خانم فرح متولد چه سالیه و کی ازدواج کرده. تو یعنی وقتی ایشون ازدواج کرده تا سال 38ه، چجوری میتونه سال 30 ایشون که هنوز محصل بوده، چون متولد 17 است، چجوری میتونه بیاد مثلا این همه کار انجام بده؟ انجمن دوشیزگان و بانوان هم یادم افتاد که اصلا ایشون کاره ای نبود که ایشون بخواد یاد بده، انجمن رو بودن خانم های فعالی که داشتن کار میکردن و انجمن دوشیزگان، حتی تیم باش من یادم تیم تاج والیبال داشت، بسکتبال داشت، تیم 4-5 از این تیما بودن که حالا من اسامشون یادم رفته، تیمای ورزشی داشتن، رقابت های سنگین میکردن. من الان یادم میاد گاهی مثلا میبینم مثلا نینا زرگر ساله چون جز تیم هم دوره من بود تو دانشگاه و اینا، ایشون جز تیم بسکتبال انجمن بود و مثلا سویلا روحانی، شعلا روحانی اینا همیشه رقابت داشتن با تیم تاج من یادمه، یا با دو سه تا تیم دیگه و یا دو شهرستان ها اصفهان تیم میداد، خیلی تیم قوی میداد میومدن. اینا حیفه. من پیشنهاد میکنم حتما این زحمت که کشیدی حالا رو اینا دونه دونه مثلا اسامی رو بزنید برید، میشه این تاریخ ها در برید و وجود داره، منم در خدمتتون هستم. سپاس از توضیحات خوبی که ارائه دادین جناب آقای شفایی. واقعا باعث افتخار هست که میبینیم بانوان عزیز کشورمون با وجود تمام محدودیت هایی که هست توی تمامی بخش ها چه بسا ورزش، واقعا اینگونه افتخار آفرینی میکنن. من خودم به عنوان یک زن ایرانی باعث افتخارم هست که این افتخار آفرینی ها رو میبینم. فکر خانم سیمین بفرمایید. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه دوستان عزیز و تشکر میکنم از دوست عزیز خانم محبودی. من هم به نوبه خودم در گذشته در واقع اتفاقات اخیری که داره تو کشورمون میافته به واسطه در گذشته مهسا امینی عزیز رو هم خدمت شما و همه دوستان تسلیت میگم. در رابطه با صحبت خانم تاریخ شفاهی یک سری مزیت هایی داره و یک سری معایبی داره. این در واقع اون فرد مورخ هست که وقتی در میاد که اون مجموعه تاریخ شفاهی رو جمع آوری میکنه، باید در نهایت از داده هایی که داره یک تحلیل و انطباق زمانی به عمل بیاره و درستی و راستی اون اطلاعات رو مورد ارزیابی شخصی قرار بده. حالا علاوه بر این نکته‌ای که آقای شفایی فرمودن، حب و بغض شخصی که افراد میتونن حالا یا به واسطه حزبی که در اون هستن یا به واسطه به هر حال امیال شخصی میتونن نظراتشون رو اعمال کنن، گاهی حتی بدون این گونه حب و بغض ها فاصله دوری و بعد زمانی که اون شخص راوی با دوره زمانی داره، این در واقع خلط مباحث رو به وجود میاره و حالا چه اشتباهاتی که ممکنه در تاریخ ها دیده بشه یا حتی در انجام و رویداد یک حادثه تاریخی. به همین دلیل خیلی بهتر هست که وقتی همزمان ما میایم یک حادثه تاریخی رو به عنوان یک سوژه و یا منبع در واقع تحقیقمون در نظر میگیریم، از افراد مختلفی که داریم اون در واقع روایات رو دریافت میکنیم، در کنار هم قرار دادن این روایات یک تحلیل و انسجام یک تحقیق و تحلیل به دست بیاریم و با تطبیق اون اتفاق با اون دوره تاریخی در واقع یک منبع موثق برای در واقع آیندگانمون به حساب بیاریم. با تشکر از شما.
سپاس از توضیحاتی که ارائه دادیم. سرکار فری، اگر که آماده هستین لطفاً علامت ریزهند رو بزنید. بفرمایید، مایک در اختیار شماست. سلام و عرض ادب و احترام خدمت همکاران عزیز. من تسلیت میگم خدمت تمام هموطنان عزیز به خاطر درگذشت خانم مهسا امینی و اکثر جوانایی که توی مملکت ما الان متاسفانه جون خودشون رو از دست دادن. بنده با موضوع سخنرانی طلاق در جامعه ایران در خدمت شما عزیزان هستم. طلاق هم مانند ازدواج یک حق شهروندی است که متاسفانه به دلایل مذهبی و فرهنگی در ایران دستخوش بازی‌های قدرت و از برابری خارج و دچار تبعیض هستش. در ازدواج پسرها هر زمان اراده کنند میتوانند ازدواج کنند، ولی دختران بایستی با اجازه پدر یا خانواده پدری یا دادگاه باشند. در طلاق هم مردان به راحتی حق طلاق دارن، ولی زنان بایستی دلایل و سالها دوندگی در دادگاه را داشته باشن. به شرح زیر طلاق، انحلال عقد ازدواج، فسخ نکاح. ماده 11122 قانون مدنی عیوب زیر در مرد که مانع از ایفای وظیفه زناشویی باشد موجب حق فسخ برای زن خواهد بود. بختگی، ناتوانی جنسی، مقطوع بودن آلت تناسلی. ماده 1123 قانون مدنی عیب‌های زیر در زن موجب فسخ برای مرد خواهد بود. وجود استخوان در واژینال که مانع رابطه جنسی شود، جزام، بیماری پیسی، یکی بودن مجرای ادراری و واژینال، زمینگیری، بینایی، نابینایی از هر دو چشم. طلاق، طلاق مرد. ماده 1133 قانون مدنی مرد میتونه با رعایت شرایط مقررات پرداخت مهریه و اجرت المثل در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش رو بده. لازم به ذکر است مرد میتونه با پرداخت مهریه هر موقع دلش خواست بدون نیاز به اثبات تقصیر زن در دادگاه او رو طلاق بده. طلاق زن. ماده 1129 قانون مدنی در صورتی که شوهر نتونه نفقه زن رو پرداخت کنه، زن میتونه به دادگاه مراجعه کنه و تقاضای طلاق بکنه. زن نیز در شرایط خاصی میتونه با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق کنه. بعضی از این شرایط عبارتند از ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت 6 ماه متوالی یا 9 ماه متناوب در یک سال بدون عذر موجه، اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر یا ابتلای آن به یکی از مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورده و امتناع یا عدم امکان و لزوم وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است. محکومیت قطعی زوج به بیش از 5 سال حبس. ضرب و شتم یا سوء رفتار زوج که برای زوجه غیر قابل تحمل است. ابتلای زوج به یکی از بیماری‌های صعب العلاج روانی و جسمانی. مرد حق طلاق را هنگام عقد به زن داده باشد. طلاق به معنی پایان شرعی و قانونی ازدواج و جدا شدن همسران از یکدیگر است و در پی آن حقوق و تکالیف متقابلی که بین زوجین در هنگام ازدواج وجود داشته از بین می رود. طلاق معمولا وقتی اتفاق می افتد که استحکام رابطه زناشویی از بین می رود و میان زوجین ناسازگاری و تنش وجود دارد. طلاق اجتماعی. تغییرات در دوستی ها و سایر روابط اجتماعی است که مرد یا زن طلاق گرفته با آن سر و کار دارد. طلاق روانی. موقعی است که از طریق آن فرد پیوندهای وابستگی عاطفی به همسرش را قطع کند و به تنها زیستن تن در دهد. طلاق یا بطلان ازدواج متفاوت است. بطلان ازدواج به معنای این است که ازدواج صورت گرفته از ابتدا باطل و بی اعتبار بوده است.
طلاق در اسلام به اختیار شوهر انجام می شود، اما زن نیز در شرایط خاصی ممکن است حق طلاق را به دست بیاورد. سن طلاق. بر اساس آمار، میانگین سن طلاق برای زنان در کل کشور حدود 33 سال بوده است. اما به شکل جزئی تر باید گفت میانگین سن طلاق در متولدان دهه 50 حدود 31 سال بوده و در دهه 60 حدود 30 سال بوده است. با این حال میانگین سن طلاق برای متولدان نیمه اول 22 سال و دوم در دهه 70 به 18 سال و برای نیمه اول دهه 80 به حدود 15 سال رسیده است. این روند مستقیما با کیفیت ازدواج و مدت زمان زندگی مشترک ارتباط دارد و این افراد کمترین زمان زندگی مشترک را داشتند. طلاق در اسلام. طلاق در اسلام منفورترین حلال نامیده می شده است و از این واقعه عرش الهی می لرزد. قرآن به مردان مسلمان سفارش می کند که از طلاق همسرانشان خودداری کنند و سازش را بهتر دانسته. در شرایط ناسازگاری زن و شوهر قرآن پیشنهاد کرده است که داوری از خانواده شوهر و داوری از خانواده زن با هم بحث کنند. کسانی که به ترک همخوابگی با زنان خود سوگند یاد می کنند می بایست 4 ماه قبل از نافذ شدن طلاق انتظار بکشند و اگر باز هم اصرار داشتند حکم اجرا می شود. اگر طلاق بیش از نزدیکی صورت پذیرد و شوهر برای زن مهری تعیین کرده باشد می بایست نصف آنچه معین کرده به زن بپردازد. در ازدواج دائم مرد می تواند همسرش را طلاق دهد، مشروط به این که زن در مدت عادت ماهانه یا باردار نباشد. برای تقاضای طلاق از سوی زن عموما شرایطی در پیمان ازدواج معین می شود. همچنین ابتلای شوهر به بیماری روانی یا جسمانی که باعث اختلال در زندگی زناشویی شود می تواند دلیلی برای تقاضای طلاق از سوی زن باشد. عموما میزان طلاق در جامعه اسلامی کمتر از میزان طلاق در جوامع غیر اسلامی است. بسیاری از شوهران که زنان را مورد سوء استفاده و سوء رفتار قرار می دهند از طلاق دادنشان خودداری می کنند. در بسیاری از کشورهای اسلامی دادگاه‌های خانواده برای اجرای عدالت تأسیس شدند. در یهودیت، در آیین یهود برای طلاق زن باید از شوهر خود طلاق را تقاضا کند و توافق او را بگیرد. در دین بهائی، امر طلاق را بسیار مکروه و ناپسند ذکر می کند، ولی در نظر می گیرد که اگر زن و شوهری واقعا نتوانستند با هم زندگی کنند باید حکم طلاق جاری شود. در ایران در سال 1391 150324 طلاق به وقوع پیوسته است، یعنی روزانه 380 یک زوج از یکدیگر جدا شدند. خیانت، مشکلات جنسی و تورم مهمترین دلایل طلاق هستند. در جمهوری اسلامی ایران مرد با مراجعه به دادگاه حق تقاضای طلاق دارد. انواع طلاق به چه صورت است؟ در قانون طلاق به 2 روش مختلف طبقه بندی می شود. یکی به این صورت که جدایی با درخواست چه کسی انجام می شود و دیگری این است که چه نوع صیغه‌ای برای طرفین جاری می شود. اگر بخواهیم طلاق را از این منظر که با درخواست چه کسی از طبقه بندی کنیم به 3 نوع خواهیم رسید. طلاق توافقی، طلاق از طرف مرد و طلاق از طرف زن. طلاق توافقی همانطور که از نامش پیداست هر دو طرف بر روی طلاق تفاهم دارند و مشترکاً دادخواست طلاق توافقی را ارائه می کنند. در این نوع طلاق زوجین باید بر روی همه مسائل از جمله مهریه، نفقه و غیره توافق داشته باشند. طلاق از طرف مرد همینطور که از نامش پیداست به درخواست مرد انجام شده و مرد باید قبل از هر چیزی حق و حقوقی همسرش را از جمله مهریه، نفقه، اجرت المثل را تعیین و تکلیف نماید. طلاق از طرف زن هم سخت‌ترین
نوع طلاق است که به درخواست خانم انجام میپذیرد. از آنجا که حق طلاق در اکثر مواقع با آغاز، خانم ها کار سختی در پیش رو دارند و پیشنهاد میکنیم حتما از وکیل برای انجام طلاق از طرف زن کمک بگیرند. داشتن وکیل مهریه در این زمینه میتواند به زوجه کمک کند. نوع دیگر طلاق همانطور که گفته شد مربوط به نوع جاری شدن صیغه طلاق است که به دو نوع تقسیم می شود. طلاق رجعی و طلاق بائن. طلاق رجعی که اکثرا در طلاق از طرف مرد صورت می گیرد، مگر در مواردی که خانم دوشیزه یا یائسه باشند، و طلاق بائن که خود به دو نوع بائن و مبارات بائن تقسیم می شود. بیشتر در طلاق توافقی و طلاق از طرف زن اجرا می شود. عمده تفاوت طلاق رجعی و بائن در این است که طلاق رجعی امکان رجوع و بازگشت زوجین به هم را دارد، ولی در طلاق بائن چنین چیزی وجود ندارد. طلاق و کودکان. کودکانی که والدینشان از ازدواج خود راضی نیستند اما با هم زندگی می کنند، ممکن است تحت تاثیر تنش ناشی از روابط آنها با اضطراب یا افسردگی مبتلا شوند. کودکان پس از جدایی پدر و مادرشان نیز به اضطراب عاطفی دچار می شوند. کودکان بزرگتر بهتر می توانند انگیزه های پدر و مادرشان را برای طلاق درک کنند. این کودکان ممکن است به خاطر اثرات طلاق بر آینده خود نگران باشند یا اینکه احساس تنهایی داشته باشند. کودکان هنگامی که پس از جدایی هم با پدر و هم با مادر رابطه مداوم دارند، در وضع بهتری به سر میبرند تا هنگامی که فقط یکی از آنها را به طور منظم میبینند. طلاق هماهنگی میان والدین مسائل نگهداری کودک و حق ملاقات را در بر میگیرد. به تازگی به فرزندی پذیرفتن کودکان بی سرپرست از سوی افراد مجرد شیوع بیشتری پیدا کرده است. این موضوع موافقان و مخالفانی دارد. مخالفان بر این باورند که این کودکان با ورود به یک خانواده تک سرپرست با مشکلات عاطفی روبرو خواهند شد. شواهد حاکی از آن است که نوجوانانی که در خانواده های تک والدی بزرگ شده اند، بیش از همسالان خود در خانواده های دو والدی تربیت شده اند، به سمت رفتارهای پرخطر تمایل دارند، شامل مصرف دخانیات، نوشیدن الکل، خشونت، روابط جنسی ناامن و اقدام به خودکشی. جدیدترین آمار طلاق در ایران. افزایش آمار طلاق در ایران خبری نگران کننده است، مخصوصا این روزها که رقابت پررنگی بین آمار ازدواج و آمار طلاق ها ثبت شده دیده می شود. اگر طلاق با همین سرعت کند و آمار طلاق در ایران بالا برود، احتمال دارد که تعداد ازدواج ها و طلاق هایی که ثبت شده دو برابر شود و به ازای هر ازدواج یک طلاق ثبت شود. طبق آماری که در سال 1399 توسط سازمان ثبت احوال کشور منتشر شده است، تعداد ازدواج‌های ثبت شده در این سال 556731 عدد بوده است که نسبت به سال 98 حدود 4.4% رشد کرده است. اما تعداد طلاق‌های ثبت شده در این سال‌ها هم رشد قابل توجهی داشته و با وجود تعداد 183,193 عدد طلاق ثبت شده در سال 99، میزان رشد طلاق در ایران حدود 3.6% نسبت به سال 98 بوده است. در حقیقت به ازای هر سه ازدواجی که در سال 99 ثبت شده، یک طلاق هم به ثبت رسیده است و نسبت ازدواج به طلاق در کشور 3:1 است. بیشتر این طلاق ها متعلق به زوج هایی بوده که بین 1 تا 5 سال از زمان ازدواج آنها می گذرد. طبق آمار طلاق در ایران، بیشتر ازدواج ها در 5 سال اول زندگی از هم جدا می شوند. به رتبه دوم جدایی متعلق به 5 سال دوم زندگی زوجین، یعنی بین سالهای 5 و 10 زندگی آنهاست. طلاق واژه تلخی است که این روزها به فراوانی در میان مردم شنیده می شود. واجعی که به ختم یک زندگی و یک احساس می انجامد و اثرات جبران ناپذیر آن تا مدت ها و حتی تا سالهای زیاد گریبانگیر خانواده ها خواهد بود. به طبع جامعه بشری نیز از این حس تلخ و گزنده در امان نخواهد ماند.
به همین دلیل است که خداوند در قرآن طلاق را زشت‌ترین امر حلال دانسته است. به نقل از مشاور مود، در سال 1400 به ازای 3 ازدواج 1 طلاق ثبت شده و این میزان از آمار طلاق واقعا وحشتناک است. سارا باقری وکیل دادگستری هشدار داد طرح جدید مجلس شورای اسلامی برای اصلاح قانون مهریه راه را برای طلاق زنان بیش از پیش دشوار می کند. یکی از بندهای طرح جدید کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی که قرار است به زودی به صحن علنی مجلس برود، پذیرش اعثار زوج پیش از اعزام به زندان است که به گفته باقری در صورت تصویبش زنان دیگر نمی توانند از قانون جلب همسر برای گرفتن مهریه استفاده کنند. از سوی دیگر در مدتی که زن درخواست استعلام اموال همسر را می کند تا زمانی که اموال توقیف شود، مرد می تواند داراییش را به فرد دیگری انتقال دهد. در نتیجه این گزینه هم از دسترس زنان خارج می شود. این وکیل دادگستری می گوید طرح جدید مجلس را تلاش قانونگذار برای بهتر کردن شرایط پرداخت مهریه به نفع مردان توصیف می کند که نتیجه اش سخت‌تر شدن مراحل گرفتن طلاق برای زنان است. از دید برخی فعالان حقوق زنان، در نبود حق طلاق و قوانین حمایتی، مهریه تنها اهرم فشار برخی زنان برای جدایی بوده است و با طرح جدید مجلس این اهرم بی اثر خواهد شد. یکی دیگر از موارد طرح پیشنهادی مجلس وضع مالیات بر مهریه است تا بر اساس آن هنگام ثبت ازدواج از دو طرف به میزان 50% حق ثبت اخذ و به حساب دولت ریخته شود. ابوالفضل ابوترابی نماینده مجلس هم پیشتر گفته بود در طرح اصلاحی قرار است از مهریه بیش از 14 سکه مالیات گرفته شود. بر این اساس افرادی که مهریهشان بین 15 تا 100 سکه است 1.1% مالیات معادل 1 سکه باید به دولت پرداخت کنند. اما کسانی که مهریه آنها بین 100 تا 200 سکه تعیین می کنند مشمول مالیات 2% می شوند، یعنی حدود 2 سکه. با این حال برای مهریه هایی که با ارزش بیشتر از 200 سکه زوجین باید حدود 15% مالیات پرداخت کنند که معادل 30 سکه است. سپاس از همراهی شما عزیزان. سپاس از نکاتی که ارائه فرمودین. نمیشه گفت طلاق مورد خوبی هست، مورد بدی هست. برای یک سری از ازدواج ها واقعا مورد خوبی هست، چون که فرزندانی که توی خانواده با خشونت بزرگ میشن در آینده هم تجربه ثابت کرده که زندگی موفقی نداشتن و برای یک سری از خانواده ها واقعا طلاق راه حل نهاییه و بهترین راه حل هست. اما مشکلاتی که برای طلاق گرفتن برای بانوان ما توی کشورمون وجود داره بی نهایت هستن. اینکه در ابتدا باید اصلا ثابت کنن که چرا میخوان از شوهرشون جدا بشن، در صورتی که مرد بدون آوردن هیچ دلیلی میتونه زن خودش رو طلاق بده. این یکی از تبعیضات بزرگ هست که باید اول ثابت بشه. بعد از ثابت شدن هم انقدر پروسه رو طول میدن و موانع جلوی پای خانم ها میذارن که مجبورشون کنن دوباره به اون زندگی برگردن. و خانم هایی هم که موفق میشن طلاق بگیرن، در آینده مشکل حضانت فرزندشون رو دارن اگر که فرزندی داشته باشن، چون که در نهایت همونطور که همه اطلاع داریم حق حضانت به عنوان آخرین نفر به مادر داده میشه. یعنی اول از همه مردان یک خانواده به عنوان فرد شایسته مورد قبول هستند و در نهایت اگر که شخصی نبود این حق حضانت به مادر داده میشه. همکاران گرامی، اگر در ارتباط با سخنرانی سرکار خانم فرهی نظری دارین لطفا بفرمایید. خب اگر که نظری نیست، من بحث آزاد این جلسه‌مون رو شروع میکنم که بحث آزادمون در ارتباط با شکنجه ممنوع و زندان زنان هست. ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر یعنی شکنجه ممنوع میگوید احدی را نمیتوان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه و یا برخلاف انسانیت و شئون بشری باشد.
سازمان ملل متحد 26 ژوئن رو روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه اعلام کرده. در ایران بیش از 45 نوع شکنجه علیه زندانیان وجود داره که در دولت جمهوری اسلامی ایران این 45 نوع شکنجه علیه زندانیان به خصوص زندانیان سیاسی به کار گرفته شده. از جمله شکنجه های مرسوم در زندان های ایران از دهه 60 که به زندانیان و قربانیان اعمال شده میشه به مواردی مثل شلاق و کتک زدن، آویزان کردن، سوزاندن، فرو بردن اجسام تیز در بدن، فرو بردن فلزات داغ شده در بدن، کشیدن ناخن، تجاوز جنسی، درآوردن چشم از حدقه، بریدن اعضای بدن و اعدام مصنوعی هستند. فشار و شکنجه بر زنان در زندان‌ها همواره با وحشیگری و شدت مضاعفی همراه بوده. تجاوز به زنان در مقابل همسرانشون و شکنجه و تیرباران زنان باردار از جمله این موارد هستند. اهرام دیگری که دولت جمهوری اسلامی ایران علیه قربانیان شکنجه در ایران و به خصوص زنان به کار میگیره بلا تکلیف نگه داشتن زندانیان هست و همچنین انتقال به سلول انفرادی به منظور فشار روانی. در شرایط بلا تکلیفی هیچگونه دسترسی به زندانی وجود نداره و این یک عامل فشار بر روح و روان زندانی هست. همچنین توهین، تحقیر و تهدید به تجاوز از اهرم‌های فشار روانی و مصداق بارز شکنجه علیه زنان زندانی در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران هست. ممانعت از درمان و دارو، شرایط وخیم بهداشتی و عدم تهویه. ممانعت از درمان و دارو و نیز شرایط وخامتبار بهداشتی از مصادیق جدی شکنجه در ایران هستند که به صورت رایج در زندان‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند و دولت جمهوری اسلامی ایران از این اهرم‌ها برای فشار مستمر بر زندانیان استفاده می‌کند. همچنین یکی دیگر از اهرم‌های فشار انباشتن زندانیان و عدم تفکیک جرائم هست در زندان‌ها. یکی از زندانیان خانم مریم اکبری منفرد از خانواده شهیدان دهه 60 و قتل عام 67 هستند که 3 فرزند دختر دارند و 13 ساله بدون حتی یک روز مرخصی در زندان به سر می‌برند. و طبق قوانین دولت جمهوری اسلامی ایران ایشون بعد از گذراندن 2/3 از یعنی 15 سال حبس خود آزاد میشن. اما وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران نه تنها مانع از این کار شده بلکه شرایط بدتری رو بر ایشون تحمیل کرده. زندانی سیاسی مریم اکبری منفرد از اسفند 1399 تا به الان در زندان سمنان در وضعیت وخیم جسمی در تبعید به سر میبرن. خانم اکبری منفرد از بیماری کبد رنج میبرند اما به دستور وزارت اطلاعات به ایشون مجوز داده نشده که به پزشک خارج از زندان مراجعه کنند. پزشک زندان قضای خاص بیماران کبدی رو برای زندانیان سیاسی از قربانیان شکنجه در ایران هستن رو تجویز نمی‌کنه، تنها در صورتی که اجازه داده بشه این کار انجام میشه، یعنی حتی قضای مخصوص بیماران کبدی هم به ایشون داده نمیشه. و بیش از این نیز در زندان اوین از مراجعه خانم اکبری به پزشک جلوگیری کردن و داروهای ایشون رو بهشون نمیدادن که یک بار باعث وخامت بد حال ایشون شده. یکی دیگر از زندانیان خانم لیلا چگینی هستن، زندانی سیاسی 43 ساله و مادر 2 فرزند که در زندان نوشهر تحت شکنجه و ضرب و شتم قرار دارن گرفتن. خانم لیلا چگینی در تاریخ 25 اسفند 1400 توسط ماموران اطلاعات در منزل خودشون در کرج بازداشت شدند. ایشون به اداره اطلاعات ساری منتقل شدند و 20 روز در این محل مورد شکنجه و بازجویی قرار گرفتن و بعد از اون بدون تعیین تکلیف به زندان نوشهر منتقل شدند. خانم چگینی از ناحیه پا و کمر دچار مشکل جدی هستند. و یک منبع مطلع خبر داده که پاهای ایشون بسیار متورم شده و کبود شدن و از ناحیه کمر هم وضعیت بسیار بدی دارن و برغم اینکه بارها بارها تقاضای ویزیت پزشک کردن ولی ترتیب اثر داده نشده.
همچنین بنا به اطلاعات منابع نزدیک به این خانواده، به این زندانی سیاسی دارو داده نمیشه و یا داروهای خطرناکی مانند لاگاردین به ایشون داده میشه. و لازم توضیحه که لاگاردین یکی از انواع داروهای اعتیاد آور هست. یکی دیگر از زندانیان که مشکلات زیادی هم در طول این که بازداشت بودن و به زندان منتقل شدن براشون به وجود اومد، خانم صدا خدیرزاده هستن. به خانم صدا خدیرزاده یکی دیگر از قربانیان شکنجه در ایران هستن. ایشون اهل پیرانشهر، متأهل و دارای دو فرزندن و در زمان بازداشت یک ماه باردار بودن. ایشون بیش از 8 ماه رو در زندان و در شرایط سخت سر بردن. و خانم صدا خدیرزاده از درد شدید دیسک کمر و بیماری قلبی رنج میبرن، اما تا به الان مسئولین زندان و مرکز ارومیه با درخواست ایشون برای آزادی موقت مخالفت میکنن و ایشون در 6 اردیبهشت 1401 به نشانه اعتراض به وضعیت بلا تکلیفی خودشون دست به اعتصاب قضا زدن. خانم خدیرزاده ضمن یک فایل صوتی در مورد وضعیت خودشون گفتن: از همون روزهای اولی که در بازداشتگاه اطلاعات در بازداشت بودم، تحت شکنجه شدید روحی بودم. بی احترامی های بسیاری متوجه هم شد. اهانت های فراوانی به من کردن. حتی پیشنهاد های غیر اخلاقی به من دادن با توجه به باردار بودنم. واقعا وضعیتی که برای بانوان کشورمون که بنا به یک سری از دلایل واقعا ناموجه در زندان‌ها به سر می‌برن، کاملا تأسف‌بار هست و امیدوارم که حداقل یک مقدار شرایط برای بانوان زندانی بهتر بشه. همکاران گرامی، اگر در ارتباط با موضوع بحث آزاد، شکنجه ممنوع، زندان زنان نظری دارین، لطفاً علامت رئیس هند رو بزنین تا مایک رو برای شما باز کنیم. سرکار خانم سیمین، بفرمایید، ما در اختیار شماست. من در واقع میخوام ابتدای صحبت رو با سه تا جمله از 3 نفر از فیلسوفان جهان در مورد شکنجه شروع کنم که آغازگر صحبت همه دوستان باشه و بعد در ادامه نظرات خودم رو هم مطرح میکنم. شاید یکی از قدیمی ترین تعاریفی که ما میتونیم از شکنجه ارائه بدیم توی کتاب تاریخ هرودوت میتونیم پیدا کنیم که نفرت انگیزترین و زجرآورترین شکنجه برای انسانها این هست که از فساد همه چیز آگاه باشه و بر اصلاح هیچ چیز قادر نباشه. کارل یونگ که هممون میشناسیمش به عنوان یک روانشناس خیلی برجسته، میگه هیچگاه انسان سالم دیگری رو شکنجه نمی کنه، این انسان آزار دیده است که آزار میرسونه. زخم خورده ها علاقه عجیبی به زخم زدن به دیگران دارند. اونها که از عزت نفس پایینی برخوردارند، میل عجیبی به تحقیر کردن و گرفتن اعتماد به نفس و عزت نفس دیگران دارند. تو هیچگاه کنار این آدم ها بزرگ نمیشی، فقط تحقیر میشی، چون یک فرد ناسالم هر چیز در اطرافش رو هم بیمار میکنه. و در واقع یک جمله دیگه هم که میتونم بگم از برتراند راسل هست، میگه شکنجه در الهیات به کار میره نه در ریاضیات، زیرا ریاضیات با علم سر و کار داره اما در الهیات تنها عقیده وجود داره. بنابراین هنگامی که پی میبرید از تفاوت آرا عصبانی هستید، باید مراقب باشید. در واقع اگه عقیده مخالفی هست که ما رو عصبانی میکنه، نشونه اون هست که شما ناخودآگاه میدونید که دلیل مناسبی برای آنچه که فکر میکنید ندارید. در واقع میخواستم که ابتدای کلاممون رو با این ستاتیکهی که از شکنجه داشتیم، تعریف مختلفی که از شکنجه داشتیم شروع کنم و در ادامه من باز هم صحبت.
سپاس از توضیحاتی که ارائه دادین، کاملا درست هست. معمولا افرادی که خودشون یک آسیبی رو دیدن و متوجه یک آسیبی شدن، دو تا راه در پیش رو دارن. اینکه برخلاف اون اتفاقی که براشون افتاده عمل کنن، یا دقیقا مثل اون اتفاقی که برای خودشون افتاده رو بخوان به عنوان یک خشم روی بقیه امتحان کنن. سرکا خان فرایی بفهمون. مایک در اختیار شماست. سپاسگزارم. ببخشید. من الان چیزی که توی ذهنم اومد، خانم فکر میکنم غفاری بودن که جلوی بیمارستانی که اسرایشون رو بازداشت کرده بودن، این جزء بازداشت شده ها بودن، و اینکه میگفتن که حتی توی اون ونی که من بودم میگفتش که یه خانومی بود دست روی گردن من گذاشته بود و محکم فشار میداد و میگفت من تو رو میکشم. یعنی کشتن برای متاسفانه جمهوری اسلامی ایران هیچی، انگار یه کار خیلی قشنگی دارن انجام میدن. و متاسفانه توی زندان هم خب خیلی از زندانی ها هستن که بی دلیل میگیرنشون میبرنشون. یکی این مهسا امینی، نشما ببینید هیچ لباسش هیچ مشکلی نداشت، خیلی راحت گرفتن و توی ون معلوم نیست اونجایی که بود چه بلایی سر این دختر آوردن که باعث مرگش شد. و شاید هزاران هزار جوان بیگناهی که همچین بلایی سرشون میارن و واقعا شکنجه میکنن، هم از لحاظ روحی و هم از لحاظ بدنی همه رو شکنجه میکنن و این خیلی وحشتناک هستش. ممنونم که مایک رو در اختیار من گذاشتید. سپاس از توضیحاتی که ارائه دادین. واقعا اتفاق غم‌انگیزی که برای خانم مهسا امینی افتاده قلب همه رو به درد آورده و با وجود اینکه بیشتر از چند روز از وقوع این اتفاق تأسف‌بار می‌گذره، اما هنوز هیچ مقام مسئولی طبق معمول همیشه هیچ مسئولیتی رو بر عهده نگرفته و اصلا از کسانی که این کار رو انجام دادن حتی قصد تجلیل دارن به عنوان آمران امر به معروف و نهی از منکر، و این اوج جنایت رو میرسونه از نظر من. اینکه بخواین از عاملان مرگ یک جوان بیگناه، چه مرد چه زن، بخواین تجلیل کنین و بخواین بهشون اصلا لوح تقدیر بدین که بگین شما چه کار خوبی انجام دادین که جونه هموطن دیگرتون رو بی دلیل گرفتین، واقعا جای تأسف داره. سرکو خانم ولیزاده، مایک در اختیار شماست، بفرمایید. ممنون که مایک رو در اختیار من قرار دادید. خواستم بگم که داخل حکومتی که شکنجه و خشونت خیلی عادی رواج پیدا میکنه، مطمئنا در سطح شهر شما میتونین خشونت و شکنجه مردم که از لحاظ روحی چه از لحاظ جسمی میتونین شما ببینین، توی زندان ها دیگه معلومه دیگه چه خبره دیگه. خدا میدونه چه اتفاقهایی برای اونایی که با این حکومت مخالفت کردن و این حکومت اونها رو سیاسی میدونه و اونها رو به حکم سیاسی بودن به زندان انداخته خواهد آمد. من چند مدت خبرهای بدی که برای خانم سعدآخر خدیرزاده دریافت می شد و می خوندم و خیلی براشون متاثر بودم که یه خانم از فرزند خودش دور بمونه و بخواد حق یه مردم رو بخواد مطالبه بکنه، برام خیلی جالب بود و برام خیلی تحسین برانگیز بود که یه خانم بخواد در مقابل حکومت بیسته و برام افتخارآمیز بود. خانم سعدآخر این چند وقت خیلی تحت فشار بودن و چه از لحاظ روحی چه از لحاظ جسمی مجبورشون میکردن که در مراسمات مذهبی شرکت بکنن، عقیده خودشون رو بهشون تحمیل میکردن و زمانی که باردار بودن فرزندشون رو به دنیا آوردن بدون هیچ مراقبت های لازم برای پس از زایمان اون ایشون رو به زندان انتقال دادن و وضعیت جسمشون اصلا خوب نبود
وضعیت کرونا بود، با یک فرزند کوچک تازه به دنیا اومده در زندان بودن، مجبور شدن به خاطر تهدیداتی که بهشون تهدیدشون میکردن و آزار و اذیتشون میکردن خودکشی بکنن و خودشون و فرزندشون رو با قرص خودکشی کنن، این کار انجام بدن. و بعدش نظام اومد، این حکومت اومد بهش انگ این رو زد که این خودکشی هیچ چیزی در پیش نبوده و خانم خدیرزاده خودش این کار رو کرده، خواسته خودش رو فرزندش رو بکشه. واقعا خیلی وحشتناکه. شما در سطح شهر میبینی که چطور مستقیما شلیک میکنن به فرزند یک مادر و اون رو میکشن. وای به حال این که یک نفر در زندان باشه و اسیر باشه و به زیر دست یه افرادی باشه که به اونها زور میگن. واقعا باعث تأسفه، باعث تأثره که جامعه ما، حکومت جامعه ما ایران به این وضعیت افتاده. ایرانی که از لحاظ تاریخ غنی ترین تاریخ رو داره و الان باعث شده این اتفاق بیفته و آیندگان اگر که همینطوری این خشونت و این اتفاقهای ضد بشری ادامه پیدا بکنه، آیندگان ما رو حتما نکوهش میکنن. ممنون که مارک رو در اختیار من قرار دادن. سپاس از توضیحاتی که ارائه دادیم. واقعا وضعیتی که برای خانم خدیرزاده به وجود اومده دردآور هست. اینکه از ابتدا گفته بودن که ایشون بارداری خطرناکی دارن ولی هیچ کدوم از داروها رو به موقع به ایشون نمیدادن. چندین بار زمان بارداریشون توی وضعیت وخیمی قرار گرفته بودن و زمانی که برای زایمان به بیمارستان منتقلشون کردن تحت شرایط خیلی بدی، 2 ساعت بعد از زایمان ایشون رو با وجود خونریزی شدید از بیمارستان مرخص کردن، جوری که دچار عفونت شدن و حدود 1 هفته نمیتونستن حتی به فرزندشون شیر بدن. تحت چه شرایط سختی بودن که در نهایت تصمیم گرفتن به زندگی خودشون و فرزندشون پایان بدن که خودکشی ناموفقی بود و واقعا وضعیت اسفباری هست. سکا خانم فرعی بفرمایید، مایک در اختیار شماست. ممنونم که مجدد مایک در اختیار من گذاشتید. میخوام آیلر اسماعیلی، شما نگاه کنید مثلا اینا دارن مردم رو کتک میزنن توی خیابون که بگن ما مهسا امینی رو کتک نزدیم. آخه شما چطوری میخواید به دیگران بگین که این خانم رو کتک نزدید؟ شما دارید مردم رو کتک میزنید که به مردم ثابت کنید ایشون رو کتک نزدید؟ خب این خیلی وحشتناکه. یعنی که اون نوجوان 16 ساله رو که با تیر زدن، یا اون بچه‌ای که داشت از پشت پنجره نگاه میکرد به بیرون و پلیس دیدیم بچه است، دید بچه است، اما متاسفانه به طرف شلیک کرد، به طرف پنجره اون خونه شلیک کرد و این خیلی وحشتناک بود. ممنونم از اینکه مایک رو در اختیار من گذاشتید. سپاس از توضیحاتی که ارائه دادین. واقعا اتفاقاتی که این چند روز اخیر طی اعتراضات برای مرگ خانم امینی که توی سرتاسر ایران به راه افتاده و رفتارهای وحشیگرایانه‌ای که با هموطنان ما میشه، نه تنها قلب ما رو به درد آورده، قلب خیلی از افراد دیگه توی سرتاسر جهان رو به درد آورده، جوری که تمامی رسانه‌ها الان مطلع هستن از این وضعیت اسفباری که توی ایران وجود داره و امیدواریم که واقعا به گفتن اخبار بسنده نکنن و مسئولینی که در جهان قدرتی در دست دارن واقعا کاری انجام بدن و نذارن خونه مردم ایران مثل همیشه پایمال بشه. سرکار خانم آقا بگی، مایک در اختیار شماست، بفرمایید. با سپاس از شما، سلام میکنم خدمت همه عزیزان. راستش وضعیتی که الان پیش اومده خودتون میدونید دیگه به چه صورته. یعنی توانی نیست که آدم بخواد بگه که نقص حقوق زنان اتفاق افتاده. متاسفانه می نویسیم، می شنویم، افشا می کنیم ولی هنوز هم هست.
به نظرم زن بودن تو جمهوری اسلامی جرمه. حالا اگه یک کم فعالیتی داشته باشید که یک کم رنگ و بو داشته باشه دیگه مجرم هستید. من الان واقعا خانم فرایی گفتن موندم که همه رو دارن میکشن فقط به خاطر اینکه بگن ما مهسا امینی رو نکشتیم. در صورتی که امروز من یه فیلمی دیدم سر یه خانم زدن به جدول که این خانم اعتراض کرده بود به کشتن خانم مهسا امینی. یعنی این خانم بیهوش شد در جا. یعنی هنوزم این موارد نقص وجود داره و از همه بدتر موردی که میخوام بگم اینه که این شکنجه ها قبلا در خفا بود، یعنی در پستو بود و اینا میگفتن که ما این کار نکردیم، ولی نقص حقوق بشر انقدر شدت پیدا کرده، انقدر زیاد شده که در روی هم در یعنی جلوی دوربین در عوام در خیابون ها همه کار میکنن، میزنن، میکشن و خیلی بارز و محرز میگن ما نکرد. و متاسفانه اون این قسمتش بده که انقدر در واقع وقیح شدن که در ملأ عام هم شکنجه میکنن. اینم خودش اینو شکنجه است دیگه که میتونن یه نفر رو کتک بزن. این نقص حقوق انسانیه دیگه، اون حرمت طرف رو میارن پایین. خواستم این خدمتتون عرض کنم. مرسی که ما تو دستیان گذاشتید. سپس از توضیحاتی که ارائه دادین، متاسفانه از زمانی که دولت آقای رئیسی روی کار اومده که خودشون یکی از عاملان قتل عام سال 67 هستن و تمایل بارز زیادی به ابراز خشونت دارن و اخباری که از زمان روی کار اومدن دولت جدید میشنویم واقعا اسفبارتر از همیشه هستن. اتفاقی که برای عکس اعتراف اجباری افتاد که توی صدا و سیمای خود جمهوری اسلامی ایران نمونه بارز شکنجه رو به تصویر گذاشتن. خانومی که تنها اعتراض کرده بود به اینکه چرا به من اعتراض میکنی؟ من حق اینو دارم که خودم پوشش خودم رو انتخاب کنم. در صورتی که ایشون لباسش هم پوشیده بود. چون یک خانومی که از نظرش موی ایشون بیرون بوده یا حجابش رو رعایت نکرده، حالا حجاب برای هر کسی تفسیر خودش رو داره. برای اون خانم یه تفسیر دیگه داشته، تذکر داده، اون خانم جواب تذکر رو داده و گفته من اینجوری لباس می‌پوشم. فقط به خاطر گفتن این جمله یک بلایی رو سر این خانم آوردن که تصویر قبل و بعد شکنجه شدنشون رو شما اصلا نگاه کنین متوجه میشین انگار 30 سال از عمر ایشون کم شده و واقعا جای تأسف داره و انگار که ترس دولت جمهوری اسلامی ایران کاملا از بین رفته از این که ببینن مردم متوجه بشن که چه بلایی داره واقعا سر مردم میاد و دیگه علنا همه چیز رو نشون میدن و چون که در باطن زن رو به عنوان یک شخص ضعیف میبینن بیشتر زورشون و سلطه‌گریشون رو هم روی زنان اجرا میکنن. وحشیانه که توی زندان زنان میفته از جمله آمار تجاوز بالایی که توی زندان زنان هست، من نمیگم توی زندان عادی برای آقایون هم اتفاق نمیفته هست، اما شدتش برای خانم ها بیشتر هست چون که متاسفانه این نگاه ابزاری به زن هیچ وقت از بین نمیره تا زمانی که این دولت در دولت جمهوری اسلامی ایران وجود داره. تاکا خانم سیمین بفهم. متشکرم از شما. من در تکمیل صحبت‌های دوستان میخوام بگم که کلن نظام‌های ایدئولوژیک هیچ وقت نمیپذیرن که مخالف دارن یا مخالفت‌هایی رو که با اونها میشه رو یه امر خودجوش و مردمی به شمار میارن. در واقع همه مخالفینشون رو این حکومت‌های ایدئولوژیک از بیرون و به عنوان یک توطئه بهش نگاه میکنن. این یک قالب کلی هست که تمام رژیم هایی که به این شکل دارن اداره میشن در واقع دارن ازش پیروی میکنن و تأثیر دارن و خب اتفاقاتی که امروز هم داره تو ایران میفته از این قاعده مستثنا نیست.
یه چیز خیلی مهمی که من در مبحث شکنجه میخوام بگم این هست که متاسفانه شکنجه همیشه فقط اون خود فرد رو در واقع شامل حال روحیه خود اون فرد نیست. خیلی وقتها خانواده و اعضای خانواده اون فرد رو برای آخر، یعنی تا آخر عمرشون درگیر خواهد کرد. به عنوان مثال دخترانی که در همون سال 67 برای یا اصلا همین الان دختران باکره‌ای که قبل از اعدام باید توسط یکی از اعضایی که توی زندان هستن به ازدواج اجباری در بیان و بکارتشون برداشته بشه، خب وقتی که فردای اون روز، یعنی من وقتی که صحبت یکی از خواهران این دختران رو گوش میدادم میگفت وقتی که اون فردی که در واقع با خواهر من شب قبلش ازدواج کرده بود و صبح خواهر من رو اعدام میکنن، با جعبه شیرینی اومد دم در خانواده خونه ما، پدر من سکته کرد و وقتی که من وقتی به ما گفتش که من به هر حال این اتفاق افتاده، خب ما چطور میتونیم تصور کنیم که این خانواده دیگه تا آخر عمر آیا این پدر، این مادر، این خواهر، آیا اینها میتونن به اون سلامت روانی خودشون دوباره برگردن؟ قطعا نیست. یعنی جنایاتی که از این دست، اونم بر اساس نگاه ایدئولوژی در زندانهای ایران اتفاق میفته، خیلی وقتها مسکوت باقی میمونه. اما همون جوری که تاریخ به ما نشون داده، به هر حال هر اتفاق تاریخی 50 سال 70 سال ازش بگذره، اسناد اون دوره رو خواهد شد. همون جوری که ما به هر حال لو رفت که امثال جمیل بوپاشا توی زندانهای الجزایر چه بلاهایی که سر این دختر مبارز آورده شد، قطعا در آینده هم تاریخ کشور ما اتفاق گوشه‌ای، حداقل گوشه خیلی کوچیکی از این اتفاقاتی رو که توی زندانهای ما سر زنها و دختران این سرزمین اومد رو ثبت خواهند کرد و اون روز خب به هر حال جنایات این رژیم بیشتر از پیش مشخص خواهد شد. سپاس از توضیحاتی که ارائه دادین. در طی اعتراضات اخیری که در ایران هست، تمامی فعالین زنی که بازداشت شدن به زندان قرچک ورامین فرستاده شدن. همونطور که همکاران هم در جریان هستن، زندان قرچک ورامین دو برابر تعداد نفراتی که میتونه درون خودش جای بده در حال حاضر زندانی داره و با توجه به زندانیان جدیدی که منتقل میشن، این تعداد داره به سه برابر میرسه و مشکلات شکنجهی که وجود دارن، تمامی مشکلات به کنار، نبود فضای کافی هم به کنار، واقعا این موضوعی که عدم اصل تفکیک جرایم که وجود داره، که کسی که به عنوان یک فعال سیاسی یا فعال مدنی به زندان فرستاده میشه، باید در جای دیگری از کسانی که مرتکب جرایم خشونتبار میشن نگهداری بشن. اما متاسفانه این موضوع رعایت نمیشه و تا حالا چندین مورد ضرب و شتم و خشونت رو داشتیم بر علیه فعالین زن، فعالین مدنیمون، فعالین سیاسیمون که توی زندان ها هستن و این خودش یک اهرام فشار هست بر این زندانیان که بهشون میگن یا اون چیزی که ما میخوایم رو میگین وگرنه شرایطتون همینه و هر چقدر که دست به اعتصاب قضا میزنن مخالفت خودشون رو نشون میدن و حتی حاضر میشن از سلامتی خودشون بگذرن، اما حتی ذره‌ای توجه نمی کنن. ارزش زندگی انسان‌ها برای دولت جمهوری اسلامی ایران عملاً هیچ ارزشی وجود نداره. سرکار خانم تنهایی، ما در اختیار شماست، بفرمایید. سلام به همه دوستان. نماشید. در مورد این که گفتیم شکنجه، چیزی که ما الان تو خیابونای ایران داریم میبینیم اینه که انسانیت اصلا جنسیت نداره. این که یک زنی داره شکنجه میبینه یا یک مردی، به نظر من تو انسانیت جایی نداره با.
اون چیزی که ما داریم میبینیم تمام عمر 44 سال تو گوش ما فرو کردن که ما موی خودمون رو باید از مردا بپوشونیم. کیه که الان داره از زنان حمایت میکنه؟ همون مردایی هم که ما همه این سالا شنیدیم که باید موهامون رو ازشون بپوشونیم. باید حجاب داشته باشیم تا اینکه مردا تحریک نشن. باید حجاب داشته باشیم تا عفتمون زیر سوال نره. ولی الان بابت همون عفت همون مردایی هم که یه عمر ما ازشون مومون رو پنهون میکردیم. اگر که یک زنی داره شکنجه میبینه قطعا خانواده اون زن هم دارن شکنجه میبینه. اگر غیر از این بود الان پدرها و برادرهای ما تو خیابونا نبودن و این همه کشت و کشتار نبود. حالا این که زنها دارن شکنجه میبینن و داره در حقشون اچاف میشه و به حق به حق زنانگی خودشون نمیرسن قبول. همیشه همین بوده. همه دنیا این قضیه رو داریم میبینیم، نه فقط ایران. ولی مطمئنن توی این شکنجه و اون آزار جنسیه به هر نوعی که باشه، من اعتقاد دارم که بعد از خود شخص پدر و برادر اون آدم هم که دارن اذیت میشن. ما بیایم از خودمون شروع کنیم. ما خانومایی که حالا کسایی که با خانواده هستن، و من اصلا از خودم میگم، من الان یک کسی هم که تو ایران نیستم، ولی پدر من به خاطر دفاع از حق من که من نتونستم تو ایران زندگی مو ادامه بدم، مجبور میشه که بره تو خیابون از حق من دفاع کنه. اون حق چی میشه؟ کو چی شد تهش؟ یکوش یه روزی برسه که فقط ببینیم جمهوری اسلامی دیگه نیست، واقعا دیگه هیچ اثری ازش نمونه، دیگه بسمونه که هرچی کشیدیم. نه حق روسری میخوایم، نه حق حرف میخوایم، فقط یکوش برن، یکوش برن، مردم بدون هیچ حاکمیتی بتونن خودشون برای خودشون تصمیم بگیرن. من اوز میخوام. سپاس از توضیحاتی که دادین صرف خام. تنهایی واقعا اتفاقاتی که این روزها داره برای مردم توی خیابون ها میفته قلب تک تک ما رو به درد میاره. شاید توی ایران نباشیم، شاید نتونیم جسمن اونجا باشیم که در کنارشون بخوایم مبارزه کنیم، اعتراض کنیم، اما روحن واقعا در کنارشون هستیم و تمام تلاشمون رو میکنیم که صدای اونها باشیم. هر چقدر هم که بخوان تلاش کنن که صدای مردم کشور ما رو خاموش کنن، ما صداشون هستیم، ازشون حمایت میکنیم و نمیذاریم واقعا خون مردم پایمال شه. هر چقدر که تا به الان از ابتدای این که دولت جمهوری اسلامی ایران روی کار اومده، واقعا چه مرد، چه زن، چه پیر، چه جوان، چه تعداد هموطن ایرانی که کشته شدن طی تک تک اعتراضاتی که به وجود اومد از اول انقلاب، که یک سری از افراد رو تحت عنوان مجاهدین که مجاهد نبودن یا طرفداران شاه یا کسانی که توی دولت شاهنشاهی کار میکردن رو بدون داشتن هیچ جرمی همگی رو کشتن، بدون آوردن هیچ دلیلی و هیچ اتفاقی نیفتاد تا قتل عام سال 67 که به وجود اومد. اعتراضاتی که سال 88 انجام شد، چه مقدار جوان ایرانی که کشته شدن، اعتراضاتی که توی سالهای اخیر به وجود اومد برای گرانی بنزین، اعتراضاتی که کشاورزا داشتن که ابتدای اون از استان اصفهان بود، که چه تعداد کشاورز بیگناهی که تنها درخواست معاش خودشون رو داشتن که بگن آب نیست، ما نمیتونیم زندگی کنیم، ما شرمنده زن و بچه خودمون شدیم. با توجه به سیستمی که داخل دولت جمهوری اسلامی ایران هم که هست، هیچ نهاد حمایتگری از فردی که به عنوان بیکار شناخته بشه وجود نداره و یک شخصی که تنها چیزی که آموزش دیده کشاورزیه که از پدر خودش بهش به ارث رسیده و الان آب نیست و نمیتونه کشاورزی کنه، عملاً به عنوان یک فرد بیکار و هیچ کسی ازش حمایت نمیکنه. تا این اعتراضات اخیر که واقعا مردم دیگه نتونستن سکوت کنن. حرفی که دایی خانم مهسا امینی زدن، گفتن امروز دختر ما رو کشتن، فردا دختر شما رو میکشن. و این واقعا یک حرف
غمناک تلخی هست که مردم ایران نتونستن در مقابلش سکوت کنن. اینکه فکر کنن الان این اتفاق برای خانم امینی افتاده، فردا برای کسی دیگه این نمیفته، کاملا اشتباهه. شاید اونا یکی از حرفایی که رئیس کل نیروی انتظامی استان تهران گفته بود، اینکه مگه چی شده؟ چرا قتل یه دختری که خودش مریض بوده رو گنده میکنی؟ یعنی تا این حد جهالت، تا این حد نمیدونن، یعنی حتی نمیخوان قبول کنن که چی کار کردن. بهونه بیماری خانم امینی رو آوردن که گفتن ایشون بیمار بودن که این اتفاق براشون افتاده، جوری که بیمارستان کسایی که خانم امینی به اونجا منتقل شدن عیناً تایید کردن که زمانی که ایشون منتقل شدن جون خودشون از دست داده بودن و اجازه کالبد شکافی رو به خانواده ایشون ندادن. از اول خانواده‌شون رو تهدید کردن، گفتن اگر یک کلمه حرف در مورد این موضوع بزنین حتی جنازه دخترتون هم تحویلتون نمیدین. و فشارهایی که در حال حاضر دارن به خانواده خانم امینی میارن که بگن این یک قتل نبوده، این یک مرگ طبیعی بوده، در صورتی که تک تک ویدیوهایی که وجود داره طبق شاهدای عینی که با خانم امینی توی اون ون گشت ارشاد بودن همگی عیناً تایید میکنن که این یک قتل بوده و این فقط قتل یه دختر 22 ساله‌ای که برای یک سفر سیاحتی به استان تهران رفته بود نیست. این قتل تک تک زنای ایرانی، تک تک زنای ایرانی که چه توی ایران چه توی خارج از ایران هستن. ما نمیتونیم بگیم که اگر که این اتفاق برای خانم امینی افتاد به ما مربوط نمیشه. اتفاقا این مربوط به تک تک زنای ایرانی میشه و من واقعا خیلی خوشحالم که مردان کشورمون اونقدر آگاه‌تر شدن که درک میکنن خیلی از مسائل رو. چه تعداد از مردای ایرانی که پا به پای زنا شجاعانه وایستادن و دفاع میکنن از حق مادرانشون، از حق همسرانشون، از حق دخترانشون، از حق خواهرانشون و نمیذارن که حقشون پایمال شه. امیدوارم واقعا تمامی اعتراضاتی که این اواخر شده، تک تک شهروندامون که تا به الان جونشون از دست دادن که آمار دقیقی هم از اونها نیست، تک تک فعالینی که طی اعتراضات اخیر دستگیر شدن، تک تک هموطنان عزیزمون که مورد ضرب و شتم قرار گرفتن، واقعا امیدوارم از صمیم قلب که تمامی این تلاش ها بی نتیجه نباشه و همونطور که یک زمانی یک اشتباهی رخ داد و یک دولتی روی کار اومد، ما به عنوان نسل آگاه جامعه ایران بتونیم ایرانمون رو به اون جایگاهی که باید و شاید برسونیم و بتونیم از این وضعیتی که هست نجاتش بدیم. سرکار خانم ولی‌زاده، ما در اختیار شماست، بفرمایید. ممنون که مجدد ماک رو در اختیار من قرار دادید. خواستم بگم که این حکومت جمهوری اسلامی وقتی که به روی کار اومد کشت و کشتار کرد و خون ریزی که من که اون زمان نبودم ولی خب اسنادش هست، چیزایی که دیدم، فیلمایی که دیدم هست، با چه خون ریزی و چه کشت و کشتاری اومدن روی کار و یه سری جوانان رو توی این دفاع از تو این جنگ 8 ساله ایران و عراق از دست دادیم، همین جوونا رو همینطوری میفرستادن رو میمردن و براشون هم اصلا مهم نبود. انسان ها اصلا انسانیت و حقوق بشر و حق و حقوق اون فرز اون بچه‌هایی که بدونه این که بدونن چطور کشته میشدن رو اصلا رعایت نمیکردن. من میخوام از دیدگاه یه دهه 80 صحبت بکنم. من یه دهه 80 هستم که وقتی که 5 سالم بود کشت کشتار همین اعتراضات 88 رو دیدم در بچگی و این واقعا وحشتناک بود برای من. واقعا داره برای دنیای من چه اتفاقی میافته و من چه آینده‌ای دارم و چه خواهم شد.
و باید چه کار کنم، چه کاری از دستم برمیاد. همینطوری کشت و کشتار بود و زلزله ها رو حس که می کردیم، بی تدبیری های دولت که مردم رو همینطوری به حال خودش رها کرده بود و به فکر دزدیدن و مال مردم بود و تجربه کردم. کشتن مردم توی خیابونام دیدم، به چشم دیدم، و سقوط هواپیمای اوکراینی رو دیدم و کسایی که همسن من بودن واقعا ترسیده بودن. و جالب اینه که همه ما از حقوق خودمون آگاه بودیم و میدونستیم که جمهوری اسلامی داره در حق ما ظلم میکنن. بچه هایی که موقع همسن سال من بودن، به نشان اعتراض اون زمان جالب این بود که برگ اولی کتابشون عکس خامنه‌ای بود، اون رو پاره میکردن. همین کار باعث شد به مرور زمان چیزای بیشتری رو تجربه بکنه. این باعث شد خشمشون بیشتر و بیشتر و بیشتر و بیشتر بشه که تا اعتراضات اخیر مشاهده کردیم که اکثر جوونا سن رنجی 25 تا 18 سال به خیابونا اومدن و بدون این که فکر بکنن که دارن جونشون رو از دست میدن، خودشون رو به جلو پیش میرن و به جلو میان، جلوی حکومت میایستن. خواستم بگم به خانم تنهایی، خان تنهایی، من به عنوان یه دهه 80 به شما میگم ما باعث افتخارمونه، ما فرزندان یه جامعه ایران باعث افتخارمونه که خون حداقل هر جوری شده، حتی اگه بخوایم این رو با خون خودمون ادا کنیم، باعث افتخارمونه که خونمون به ایران ریخته بشه، چرا که ایران ما یه آزادی مطلق پیدا بکنه. آیندگان ما یه امید خیلی زیادی داشتن. ما که ناامیدیم، نه شغلی در ایران داریم، نه امیدی داریم، نه امید به درس خوندن داریم، نه امید به کار کردن داریم. ما هیچ امیدی در ایران نداریم، ولی همین اعتراضات باعث میشه یه امیدی در ما وجود پیدا بکنه و اصلا جای نگرانی نیست. خانم مهسا امینی یک بار مرد، ولی اسمش در صفحات تاریخ تا ابد زنده میمونه و تا ابد خواهد موند و اصلا جای نگرانی نیست. ممنون. ما شو دخته مقرد. سپاس از توضیحاتی که ارائه دادین. من هم به عنوان یه دهه 80 میخوام بگم که هیچ زوری، هیچ گلوله‌ای، هیچ تفنگی، هیچ ضرب و شتمی، هیچ تهدیدی نمیتونه جلوی همبستگی مردم ایران رو بگیره. هر چقدر که تهدید کنن، هر چقدر که طی این سالها هموطنان عزیزمون رو بیگناه کشتن، اما هر بار که واقعا جون یه هموطنمون بسوزه، قلبش درد بگیره، یه اتفاقی براش بیفته، انگار که اون اتفاق برای خود ما میفته و ما نمیتونیم نسبت بهش ساکت باشیم. سرکار خانم سیمی، ما در اختیار شماست، بفهم. متشکرم که مجدد این فرصت رو در اختیار من گذاشتید. من میخواستم در مورد مصداق‌های شکنجه باز هم صحبت بکنم که بگم ما شکنجه رو فقط توی زندان‌ها شاهد نیستیم. متاسفانه مصادیق شکنجه این رژیم از بستر خیابون ها، از خود کانون خانواده ها، توی مدارس، دانشگاه ها، همه جا نمود داشته. حداقل برای منی که در دوره دبیرستانم ما رو مجبور می کردند به اینکه فرض کنید یک جوراب سفید ما نمیتونستیم بپوشیم و باید می رفتیم پاسخگو می شدیم، همین پاسخگویی یا اینکه پیش دیگران ما رو تحقیر می‌کردند، این هم خودش یک شکنجه روحی به حساب می‌آمد. یا وقتی که تو دانشگاه دهه 70
سال 72 من با نرگس محمدی با هم دیگه علیه چادر اجباری توی دانشگاهمون با هم دیگه اونجا اومدیم از بچهای دیگه کمک بخوایم که آقا بیایم اعتراض کنیم. اما خب اون موقع اونقدر جامعه اینقدر دانشگاه ها خفقان زیاد بود، گزینش اینقدر قوی بود که خود همین گزینش چه بلاها و چه شکنجه هایی رو سر دانشجوهای ما، سر بچه های ما، بعدها تو محیط کار ما برای ما به وجود نیاورد. اینها همه شکنجه هایی بود که در حق امثال ماها وارد شد و ما رو از رسیدن به خیلی چیزهایی که حقمون بود در واقع باز داشت. میخوام بگم که متاسفانه مصادیق این شکنجه ها اونقدر توی جامعه ما زیاد هست که یکی دوتا نیست و ما میتونیم مدت ها در مورد هر کدومش صحبت بکنیم. و گذشت به نظر من، شاید تو دهه همون 70 بحث حجاب یک به عنوان دغدغه یک دانشجو به حساب می اومد، این که تو نباید منو مجبور کنی صرفا به دلیل اینکه اسم این دانشگاه اسم رهبر کشور تو رو یدک میکشه و تو باید نماینده در واقع دانش یک ملت باشی، مجبوری که چادر سر کنی و میان این کار رو در حق ما انجام میدن و ماها میایم اعتراض میکنیم. شاید بله اون دهه حجاب برای ماها اهمیت داشت، اما امروز حتی با وجود اینکه اینقدر مردم ما رو در معیشت واقعا اسفناک اقتصادی قرار دادن، مردم ما رو در یعنی اینقدر بعضیاشون زیر خط فقر هم دارن زندگی میکنن، همه اینها شکنجه های روحیه که ملت ما دارن در واقع تحمل میکنن. اما باز هم با این وجود میبینیم و خوشحالم از این بابت که خوشبختانه سطح آگاهی و دانش مردم ما حداقل اونقدر رشد کرده که حتی همین طبقه متوسط جامعه ما توی شعارهاشون واقعا فقط دیگه بحث حجاب رو نمیاد مطرح بکنه، اصلا لب به اعتراض در مورد مسائل معیشتی لب باز نمی کنه. میاد اساس خود این دولت رو، چون دیگه فهمیده به این آگاهی، به این رشد، به این شعور اجتماعی رسیده که برای این که بخواد رشد کنه باید اون اساس کار رو در واقع خراب بکنه. این خانه از پای بست در واقع خراب و ویران هست و باید ویران بشه تا بتونیم یه جامعه نوتر و بهتری توی این ویرانه بسازیم. سپاس از توضیحاتی که ارائه دادیم. واقعا دیدن آگاه شدن بیشتر مردم ایران و اینکه دید خودشون رو نسبت به یک سری از مسائل خیلی بازتر کردن و عمیق‌تر به مسائل نگاه میکنن جای خوشحالی داره که ما واقعا عیناً به چشم میبینیم که مردممون آگاه شدن و آگاهن نسبت به حق و حقوقی که دارن و میدونن که این حق طبیعیشونه. یعنی یک زن در مقام زن بودن خودش فرقی با یک مرد نداره، باید بتونه خودش برای خودش تصمیم بگیره، این آزادی عمل رو داشته باشه که خودش تصمیم بگیره چجوری دیده بشه. اینکه بقیه به چه دید به یک انسان نگاه میکنن نباید دغدغه باشه. اینکه اون فرد خودش دوست داره چجوری دیده بشه، خودش دوست داره چجوری باشه، اونه که مهمه. که متاسفانه دولت جمهوری اسلامی ایران دولت تحمیل هست، همه چیز به مردم تحمیل میشه. مشکلات اقتصادی، قیمت‌های سرسام‌آوری که به مردم تحمیل میشه که معیشت مردم رو واقعا دچار مشکل کرده، خفقانی که وجود داره توی کشورمون به خاطر آزادی بیان که این هم واقعا تحمیل میشه به مردم ما که حتی اجازه نمیدن صحبت کنن. خیلی از فعالین زنی که در حال حاضر توی زندان هستن از روز اول اعتراضات براشون نامه کتبی فرستاده شده از رئیس اصلی زندان که اگر بیانیه صادر کن و یا بخوان به اعتراضات اخیر که از نظر اونا اختشاش به حساب میاد بخوان همکاری تو این زمینه داشته باشن.
یا بخوان افراد بیشتری رو مطلع کنن، از این زندان جون سالم به در نمیبرن. عملا دارن تهدید میشن. عملا با جونشون دارن تهدید میشن. اما میبینیم بیانیه‌هایی که از توی زندان ها میاد. یعنی زنان ما حتی با وجود اینکه در بند هستن، توی زندان هستن، تحت آزار و شکنجه جسمی و روحی هستن و حتی تهدید به مرگ شدن، باز وقتی میبینن یکی از بانوان کشورشون جون خودشو از دست داده، ساکت نمیشن، ساکت نمیمونن و از حق و حقوق هموطنانشون مخصوصا بانوان کشورمون دفاع میکنن. این واقعا شایان تقدیره که زنان زندانی که توی زندان ها در حال حاضر دارن به سر میبرن، که بیشترشون فعالین مدنی ما هستن، رو از یاد نبریم، که خیلی وقتا به خاطر خیلی از آگاهی رسانی هایی که میکنن، خیلی وقتا اتفاقات خیلی بدی براشون میفته. ماها توی سلولای انفرادی نگهشون میدارن و خانواده هاشون هم هیچ اطلاعی ندارن از این که چه بلایی سرشون میاد. و فقط تنها امیدی که میتونیم داشته باشیم نسبت به این موضوع این هستش که بخواد واقعا یک تغییر اساسی توی کشور ما به وجود بیاد. جناب آقای پومن، مایک در اختیار شماست، بفرمایید. اول درود میگم خدمت همه همکارا، خسته نباشید. یه نکته وجود داره خیلی مهمه، لطفا بهش دقت کنید. نمیخواد بشه برگای تاریخ و برق بزنید، همه اینا رو حفظن، همه میدونن بدن. الان وظیفه من و شمایی که دسترسی به اینترنت داریم، جایی نشستیم که آرومه، وظیفه ما فعالیت سایبریه. شما به اندازه خود توی توییتر توییت بزن، شما به اندازه خودت پست بذار تو اینستاگرام، شما به اندازه خودت بازنش کن، ری توییتش کن، انتشار بده. اصلا نیاز شما بخوای بشینی به من بگی تو سال 57 چه اتفاق افتاد، اصلا اهمیت نداره، اصلا مهم نیست. اشکالی نداره که شما ندونی چه خبر بوده دیروز، الان مهمه. الان دوستان، برادران، خانواده، خواهران ما توی خیابونن، اونها دسترسی آزاد به اینترنت ندارن. وظیفه ما به جای نشستن و صحبت کردن از اینکه بله من جوراب سفید میپوشیدم، حالا توهین نشه به شما سرکار خانم، به هم ایراد میگرفتن، منم به عنوان یه پسر شکنجه شدم توی هنرستانی که میرفتم، ولی دم زدن ازش فایده ای نداره. الان کسایی که اینجا نشستن وظیفه‌شون تنها، الان صدای من هست چون اینترنت من یکم ضعیف شد، صدام هست خانم بیرجندی؟ بله صداتون هست جناب آقای پورمن، بفرمایید. الان وظیفه ما فقط یک چیزه، سایبری فعالیت کنید لطفاً، ریتوییت کنید، خبرها رو بازنش کنید، چیزایی که میرسه دستتون انتشار بدین، پست بذارین. نیاز به هیچ چیز دیگه نیست. اصلا اون صحبتایی که میشه من راجع به گذشتم اینطور بوده، من این کار رو انجام ندادم یا این کار رو داشتم با من میکردن، هممون داشتیم، هممون کشیدیم. اگه به سر من پسر نیومده با جوراب سفید به من گیر بدن، به سر خواهر من اومده، به سر مادر من اومده، دختر خاله من بوده، دخترموی من بوده. اینا سپری شده، مردم از اینا عبور کردن، رسیدن به اینجا. به قول شما میگید دهه 80 ها و 70 ها این اتفاق داره میفته، اینا عبور کردن از این و الان جونشون توی خطره. ما باید به جای این صحبت ها فقط تمرکزمون رو بذاریم که آنلاین باشیم و 24 ساعت خبرشون رو انتشار بدیم. این تنها وظیفه‌ای که تو این روزها ما داریم، چون به جز این کار دیگه نمیتونیم بکنیم. منتظر امداد غیبی نباشید، کسی به جز ما برای کشور خودمون، برای مملکت خودمون، برای وطن خودمون کاری نمیکنه. کسی به جز ما دلش نسوخته. هر کسی که میخواهد، گربه‌ای که میخواهد موش بگیره مدرسه های خدا نیست. اگر کسی میخواد یه نامه‌ای بزنه، بعد از 6 روز 7 روز تازه اومدن کیه، اولاف شولز اومده گفته آره یه توییتی زده نوشته، چقدر خوب. خسته نباشی، اصلا تو مهم نیستی، تو اصلا مهم نیستی که اومدی توییت بزنی. یا مثلا میان میگن فلانی گفته، نخست وزیر کانادا هم گفته آره حمایت، اصلا عددی نیستن اینا، فقط مردمی که تو ایران هستن با حمایت بشن.
حمایتشون هم فقط از جانب ما و فقط تنها کاری که ما میتونیم انجام بدیم بازنشر کردنشون و رسوندن صداشون به این خبرگزاریان که ما هی اینا رو ریتوییت کنیم. وقتی که هشتگ میاد بالا، اگر به الگوریتم آشنا باشید، شما وقتی هشتگ میاد بالا اتوماتیک پستا نشون داده میشه توی توییتر. خواهش میکنم این کار رو انجام بدید. ممنون. سپاس از توضیحاتی که ارائه دادین جناب آقای پورمند، کاملا درست میفرمایین توی وضعیتی که شرایط اینترنت در ایران در بدترین شرایط ممکنه و در یک سری از شهرهای ایران، شهرهای کردنشین، واقعا اینترنت اصلا وجود نداره و اینترنت رو به صورت کامل قطع کردن. ما هم تمام تلاشمون رو میکنیم که صدای هموطنانمون باشیم، مایی که دسترسی به اینترنت آزاد داریم حداقل میتونیم بازنشر کنیم، این کار رو انجام بدیم و نذاریم تلاش‌های هموطنانمون واقعا به هدر بره، نذاریم این همه خونه ریخته شده پایمال بشه. از همین جا هم اعلام کنیم تک تک همکاران گرامی، اگر که در وبلاگ شخصی خودتون یا در صفحات شخصی خودتون فعالیتی دارید یا صفحه شخصی خودتون اصلا هست، حتما پستی رو که میذارید یا خبری رو که میذارید از هشتگ مهسا امینی و یا هشتگ هایی که مربوط به قتل خانم مهسا امینی هستن استفاده کنید تا افراد بیشتری آگاه بشن نسبت به این جنایتی که به وجود اومده. حتی با نام انگلیسی هم میتونید بنویسید که افرادی که فارسی زبان نیستن و لاتین سرچ میکنن هم بتونن راحت دسترسی پیدا کنن. این یکی از کارهای بزرگی است که شما میتونید در حق هموطنانتون انجام بدین، در حق زنان سرزمینتون. سرکار خانم ولی‌زاده، مایک در اختیار شماست، بفرمایید. ممنون که مایک رو در اختیار من قرار دادید. خواستم به این نقطه نظری با آقای پورمند داشتم. درست گفتگویشون خیلی درست بود و به نظر من هم داخل ایران نیاز به حمایت ما دارن، اونا صداشون شنیده نمیشه و ما باید حمایتشون بکنیم از هر لحاظی. حالا توی ایران خیلی مشکل ها هست، الان توی ایران خیلی زخمی ها وجود داره که نیاز به دارو دارن و خیلی ترسیدن که به بیرون از خونشون برن، چون که اگه به بیرون از خونهشون برن دستگیر میشن و نیاز به دارو دارن و خیلی هاشون داخل خونه هاشون زخمی هستن، حالا به اون سلاحی که زخمیشون کردن به این چیزا نیاز دارن. ولی آقای پورمند، یک سرزمین همیشه باید از تاریخ و گذشتش درس بگیره. ما باید از گذشتمون درس بگیریم که به ظلم و این ظلمی که جمهوری اسلامی در حق ما کرده رو فراموش نکنیم و حق خودمون رو مطالبه بکنیم. ما با فراموش کردن گذشته چی میشه؟ میشه خانم ندا آقا سلطان، میشه خیلی از کسایی که مردن. ما بهتره که اینطور بگیم که ما گذشته رو مرور میکنیم که از یاد نبریم که چه کسایی، چه عزیزانی رو از دست دادیم، چه اشتباهاتی کردیم که باید در آینده رفعش کنیم و بهتر عمل بکنیم. خیلی ممنون که ماک رو در اختیار من قرار دادید. متشکرم. سپاس از توضیحاتی که ارائه دادیم. قطعاً زحمت‌هایی که و تلاش‌ها و فعالیت‌هایی که قبلاً شده برای احقاق حقوقی که حتی به اون دست پیدا نکردیم، اما خیلی از هموطنانمون تو این راه جون خودشون رو از دست دادن، نباید هیچ‌وقت احساس کنن که خونشون پایمال شده و یا فعالیتی یا اعتراضی که کردن بی نتیجه بوده، چون که یادشون همیشه هست و ما همیشه ازشون یاد می‌کنیم و نمیذاریم که فراموش بشه واقعاً این جان فشانی که هموطنان رو میکردن. جناب آقای پورمند، وقت در اختیار شماست، بفرمایید. آها، درود مجدد. نگاه کنید، فراموش نکنید، من گفتم الان در حال حاضر
الانی که داریم با همدیگه صحبت میکنیم، ما نیازی نداریم به تاریخ، ما نیازی نداریم به 6 سال قبل و 2 سال قبل، نیازی به هیچی نداریم. الان همین الانی که من و شما داریم صحبت میکنیم نشستیم اینجا، اونا تو خیابونن. الان ما باید بچسبیم به این قضیه. الان نیاز هست. نوشدارو پس از مرگ سهراب به درد نمیخوره که بعد از 7 روز تازه قانون نویسندگان ایران اومده پیام داده محکوم شده. برو بابا برس به کار دیگه. میخواد چی کار دیگه؟ هر کی اولش بود مثل علی کریمی، مثل مرد وایس پای کار، هر کی هم نیست بره به سلامت بره گوشه خونش بشینه. اگر نگاه کنی الان یه حرفی رو زدن آقای توی جلسه ویژه بود، آقای اگه اشتباه نکنم سبزیان، یه حرفی رو زدن، حرف بسیار درستی بود. الان دو دسته مردم داریم، ما دو دسته آدم داریم تو ایران، کلا میشن دو دسته، یا با مردمن یا مخالف مردمن، یا دوستن یا دشمنن. ما دسته سومی نداریم که شما بگی خب حالا من یکی به نر میزنم یکی به میخ میزنم وسط باشم، حالا فردا پیام میدم یا الان این کارو نکنم پس فردا توییت میذارم. نه، یا با مردمی که الان باید کار کنی، یا این که نه باید شما جمع کنی بگی من دشمنم، آقا منم طرفدار این حکومت هستم چون این چیزاش درسته، اوکی تام تو اون دسته باش. ولی الان در حال حاضر ما باید فقط و فقط تمرکزمون بذاریم رو وضعیت فعلی. وضعیت فعلی از همه چی مهمتره، چون اونها الان دسترسی به اینترنت ندارن. اگر یه فیلمی رو به زور با بدبختی میفرستن، باید ماها باید ویوشو ببریم بالا، ماها باید انتشارش بدیم. 50 تا دوست شما داری، 50 تا اون داره، ریتیوتش میکنه، میفرسینش برای شبکه‌های خبری دیگه و این بولد بشه و این ترند بشه. این باید این اتفاق بیفته، ما اینو باید بدونیم. با اونی که میگفتن نمیدونم با نامه بزنید به نمیدونم به کیک تو این کشورها بشه، اصلا اینا کشکه، اینا کشکه. فقط تنها چیزی که کار میکنه اینه که خود شما به فکر خودت باشی. اینجا هیچ کسی هیچ کاری نمیکنه. اوکی میگن نمیدونم خانم فلانی تو نماینده پارلمان فلان جا موهاش چی، اوکی این عالیه عالیه، آقای فلانی رئیس نمیدونم پارلمان فلان جا ایرانی فلان سخن عالیه، اینا خیلی خوبه. منتها ماها وظیفمون رو فراموش نکنیم، ماها باید الان حواسمون باشه به کار خودمون دیگه. به جز اونایی که ایرانی بودن کسی کاری انجام داد؟ نه، کسی کاری انجام میده. نهایتش اینه که یه دونه استوری میذاری، یه هشتگ میزنی، تموم میشه. اون هم خوبه. چرا؟ چون که دیده میشه. باید ما این کارا رو بکنیم تا اون اتفاقات بیفته. باید ما الان وضعیت فقط وظیفه ما سایبریه، نقطه. به نظر من سپاس از توضیحاتی که ارائه دادین جناب آقای پورمن، کاملا درست میفرمایین. با توجه به شرایط فعلی که ما نمیتونیم جسما در کنار هموطنانمون باشیم، روحاً از طریق حمایتهایی که از طریق هشتگ زدن و گذاشتن پست‌ها، بازنشر کردن ویدیوها، پخش کردن صداهایی که فرستاده میشه از طرف هموطنانمون که شرح میدن وقایعی که اتفاق میفته، عکسایی که میذارن از افرادی که اطلاعاتی هستن و در بین مردم هستن و مردم رو آگاه میکنن، ما به گوش مردم برسونیم تا آگاه بشن واقعا تمامی مردم نسبت به اتفاقاتی که داره میفته. جناب آقای سبزیان، مایک در اختیار شماست، بفرمایید. درود و وقت بخیر خدمت همه همکاران گرامی. من همه چون واقعا میتونم بگم هم ناراحتیم هم عصبیم، کلا خودمون نیستیم این روزها. یعنی میتونم بگم که حداقل من خودم واقعا همه به هم ریخته ایم، همه داغونیم. صحبت های آقای پورمند هم شنیدم، صحبت های بقیه دوستان هم شنیدم. ببینید دوستان، اگر هر فعالیتی میکنید، استوری میذارید، نمیدونم توییت میذارید، تو واتساپ میذارید، فقط بذارید. یعنی خواهش که من دارم فقط بذارید. اگه یکی نمیذاره، انرژیتون رو حروم نکنید. کسی که گذاش بخواد بذاره میذاره. الان ما در وضعیتی هستیم، کسی، من جسارت به هیچ کدوم از عزیزان نمی کنم، کسی خارج باشه ذره انسانیت، ایرانی اصلا ولش کنید، ایرانی و هموطن رو ولش کنید، ذره انسانیت داشته باشه
که بس ما داریم میبینیم خارجی ها دارن میذارن، ایکر کاسیاس گذشته، این مهدی طارمی با این بازیکنهای دیگه میان بعد گل خوشحالی میکنن، بعد اسمشون هم میذارن بازیکن تیم ملی. اینا هرچی هستن هموطن نیستن. این سلبریتی ها هم که میبینید بعد یه هفته تازه اومدن دارن حرف میزنن، اینا هم از ترسشون. ما فقط خودمون رو دارم. من همین چهارشنبه بود تو اعتراضات شرکت کردم برای اولین بار توی این آلمان، چون همیشه گروه گروه بود. من همیشه شنیده بودم آخرش دعوا میشه. اول برام جالب بود توی کل زندگیم بعد 27 سال اولین بار بود یه تظاهرات شرکت کردم، پلیس نه منو زد، نه کتک خوردم، نه بازداشت شدم، نه توهین شدیدم. وایستاده بود داشت ازم حمایت هم میکرد. یعنی یه گوشه نشسته بودیم همه گریه میکردیم که چرا ما الان اینجاییم، اونا رو دارن میزنن، هموطنامونو. خواهشن انرژیتون رو هدر ندید. ببینید الان چش اونا به ماهاست. وقتی شما یه دونه استوری میذاری اون روحیه میگیره، اون میفهمه که تنها نیست. الان تنها ترین آدم های دنیا الان تو ایران هست. بیایم تنهاشون نذاریم، چون ما هممون مهساییم، ما هممون ایرانیم. سپاس از توضیحاتی که ارائه دادین جناب آقای سبزیان. شاید مکان زندگیمون ایران نباشه، ولی ما قلباً ایرانی هستیم و هیچ وقت دست حمایتمون از هموطنانمون نمی کشیم، چون که ما هیچ وقت هموطنانمون رو فراموش نمی کنیم و در حال حاضر هم کاملا درست می فرماییم. تنها کاری که از دست ما برمیاد اینه که نذاریم احساس کنن که تنها، نذاریم احساس کنن که واقعا دیده نمیشن. ما بهشون نشون بدیم که دیده میشن، صداشون شنیده میشه، ما پشتیبانشونیم، ما با هموطنانمون هستیم. فکر نکنن که اگر که ما الان با اونا توی خیابون نیستیم برامون مهم نیست. برای ما هم خیلی مهمه. ما هم واقعا شاید اینجا نشسته باشیم، الان توی خیابون نباشیم، ولی قلبمون با اوناست. واقعا اتفاقات دردآوریه ویدیوهایی که میبینیم، بلایی که سر مردم کشورمون میارن دردآوره واقعا. یعنی هر یک ویدیویی که مشاهده میکنیم عمیقا برای خود من، خود شخص من زجرآوره. یعنی از دردآور گذشته، این که میبینیم با هموطنان شما چجوری رفتار میکنن به عنوان یک انسان، که اصلا این رفتارها خارج از انسانیته. تکا خانم بیژندی مایک در اختیار شماست، بفرمایید. ممنونم خانم اسماعیلی عزیز که این فرصت رو به من دادید. سلام مجدد دارم خدمت همه همکاران، خسته نباشید. امیدوارم که بتونم نیرومو جمع کنم، چون از جلسه قبل تا حالا میخوام صحبت کنم اما نمیتونم. الان فکر کردم آمادگیشو دارم حرف بزنم، ببخشید. من صحبتهای همه دوستان رو شنیدم و طبق گفته همه دوستان هممون درد داریم، هممون قلبمون داره برای ایران و تمام اونایی که الان کف خیابون هستن میتپه، هممون دوریم از خانواده ها و نگران همه هستیم. اما منم خواهشی که دارم از دوستان اینه که واقعا عزیزان چند تا نکته رو در نظر بگیریم. این رو که یکی خبر کشته شدن ها، خبر کتک خوردن ها، خبر حمله ها و نمیدونم محاصره کردن و هر چیزی از توسط نیروهای سرکوبگر رو منتشر نکنیم. این خودش باعث یه دلسردی میشه، شاید ضعف ایجاد بکنه، شاید ناامیدی اضافه کنه. تا میتونیم روحیه بدیم. من تمام تصاویری که تو اینستاگرامم پخش کردم تا به الان فقط صحنه‌هایی بوده که جوونا رو جلوی پلیسا نشون دادم یا حمله بهشون کردن، هولشون دادن عقب، فرار پلیسا. یعنی تماما سعی کردم این صحنه‌ها رو
پخش بکنم و بذارم تو اینستاگرامم، به جای اینکه اون دختر تنهایی که گوشه دیواره و اونجور دارم باباتو میدونم اینا هست واقعیته، اما اونایی که اونجا هستن خودشون دارن میبینن، بیاین ما اینو هی تشدیدش نکنیم، از اون طرف بیشتر امید باشیم براشون. و انتشار این تصاویر واقعا مهمه. من امروز یه چیزی شنیدم واقعا خودم ناراحت شدم، یکی از دوستان ما از همین همسایگان من که ایرانی هستن زنگ زده بودن ایران و گفته بودن که نه هیچ خبری نیست، همه رفتن خونه هاشون. میدونید اینا چون الان دسترسی به اینترنت ندارن نمیدونن، اینم کار رژیم هستن که بخواد توی خفقان، بخواد توی نداشتن اینترنت مردم خفشون کنه، سرکوبشون کنه و هیچ کس هم نفهمه. ما دقیقا باید برعکس رژیم عمل کنیم و این کار رو انجام بدیم و انتشارش بدیم. و یه نکته دیگه، اگر کسایی که چون من برخورد کردم، کسایی که تو تظاهرات بودم همینجا توی آلمان به شکلهای مختلف میخوان تضعیف کنن، اونی که حمایت کرده ایران اصلا زندگی نمیکنه، یا اونی که حمایت کرده اصلا اینجوری نیست، این اینجوری کرده، و نه، باهاشون یه جوری صحبت کنین، شاید اونا از رو ناآگاهی و نادانی خودشون این حرف رو میزنن، بذارین اونا بفهمن و یاد بگیرن. با صحبت کردن با خودمون که اینجا هستیم تو ایرانیا میتونیم بهشون، به همینا هم یاد بدیم که اینجوری صحبت نکنن و نگن مثلا اگه خانم ریاهی اومد رو سری از سرش برداشت برنگردن بگن اون که ایران زندگی نمیکنه، از چیزی نمیترسه، حالا برداشته که برداشته. نه، اینا مهم بوده واقعا، این حمایت ها اهمیت داشته. و یه ایراد دیگه هم، من ببخشید طولانی شد حرفم، فقط به خاطر چیزی که تو این مدت تو همینجا ایرانیایی که تو خود کشور آلمان هستن شنیدم و دیدم و دارم میگم. یا مثلا بعضی از عزیزان ایرانی میان با کلا، میان عینک، میان ماسک میزنن، خودشونو میپوشونن، حالا به هر دلیلی، من اصلا به دلیلشون کار ندارم، ایراد نگیرن، یا اگه کسی ایراد میگیره راهنماییشون کنید. ببینید حضور اون آدم در اونجا هم خودش موثره، حالا چه با کلا، چه با عینک، چه با ماسک یا هر چیز دیگه. اینم شما اگر دوستان برخورد کردین واقعا بهشون بگید که این خودش خیلی امیده و خیلی قوت قلبه برای اونایی که تو ایران هستن، با امید آزادی ایرانمون. مرسی، ممنون که این فرصت رو به من دادید. سپس از توضیحاتی که ارائه دادین سرکار خانم بیژندی، ما واقعا تمام تلاشمون رو میکنیم که حمایت خودمون از هموطنانمون نشون بدیم. سرکار خانم تنهایی، مایک در اختیار شماست، بفرمایید. من یه عذرخواهی بهتون اده کارم. من واقعا معذرت میخوام بابت سری قبلی که من میکروفون در اختیارم گذاشتید. اما یه سوال از خانم بیرجندی دارم، اونم اینه که این که میگین قوت قلب باشه، من قبول دارم این که ما بیایم عقب نشینی نیروهای گاردی یا نیروی انتظامی رو بیایم بذاریم، باشه، این به آدمایی که تو ایران دارن این کارو میکنن و دارن دفاع میکنن یا حالا دارن مبارزه میکنن، هر چی دارن اعتراض میکنن، کمک میکنه. اما ما چطوری به دنیا نشون بدیم که پلیس ایران داره با مردم چیکار میکنه؟ اگه نشون ندیم پس چی؟ اگه فقط بیایم آدمای فقط بیایم مردمو نشون بدیم که دارن پلیسو مجبور میکنن که عقب نشینی بکنه، پس مردم دنیا چطوری بفهمن که پلیس داره چی به روز مردم ایران میاره؟ اگر نیاییم از در مورد بازداشتی ها و تعداد مرگ و میرا حرف نزنیم، پس به دنیا چطوری بگیم که چه اتفاقی داره تو ایران میفته؟ چرا همیشه باید لال بشیم و هیچی نگیم؟ تا الان هرچی بوده همین بوده، همیشه سعی داشتیم که کشورمون رو، حالا نه به اسم جمهوری اسلامی، ولی کشورمون رو به اسم ایران بزرگش کنیم و یه کشور با تمدن نگهش داریم. تاش چی شد؟ هیچ وقت نیومدیم به اینا از مشکلاتمون حرف بزنیم و هیچ کس این دیدی که الان نسبت به ایران داره رو نداشت. من در مورد خودم باز میگم، تا زمانی که من اینجا یعنی وقتی که وارد سوئیس شدم، اوایلش وقتی تو جمع دوستام قرار میگرفتم، هیچ کس نمیدونست تو ایران چه خبره، در وضعیتی کسی نمیدونست تو ایران چه خبره که میگراسیونی که باید برای من پناهنده تصمیم بگیره، توی جوابی که به من داده بود زده بود کشور تو یه کشور امنیه که توش اصلا جنگ وجود نداره. پس یعنی اصلا نمیدونه که تو سیاست اون کشور چه خبره، نمیدونه که سر جوونا و مردم چی داره میاد. من بعد از این که
دیگه فایده نداشت. ولی من بعد از اینکه اون همه ویدیو مستند فرستادم و یک کسی رو پیدا کردم توی میگراسیون که اینا رو بتونه به دست اون کسی که داره تصمیم میگیره برای ما پناهنده فرستادم، اون آدم از من خیلی دیر بود ولی از من معذرت خواهی کرد و تقدیر کرد، چون اصلا رسانه های اینا اون چیزی که ما داریم میبینیم و اون واقعیتی که واقعا وجود داره رو به اینا نشون نمیده. همه یه دیده دیگه و یه باور دیگه دارن از ایران، از جمهوری اسلامی. بعد یه نفر پیدا میشه میاد اعتراض مردم و اون حق خواهی مردم و اسمشو میذاره خشونت. چرا؟ چون ما فقط داریم عقب نشینی نیروهای امنیتی رو نشون میدیم، امنیتی که اسمشون امنیتیه. من میخوام بدونم دلیل این که اینو گفتی. میدونم که میگی خشم بالا نیاد، ولی شایدم نه نمیدونم، ولی دوست دارم جوابتو بشنوم ببینم که چرا این نظر داری. مرسی که ما رو در اختیار گذاشتی. سپاس از توضیحاتی که ارائه دادین. سرکار خانم تنهایی خانم آقا بگی، با اجازتون خانم بیژندی مایکشون رو زودتر باز کنیم که جواب خانم تنهایی رو بدن. بفرمایید خانم آقا بگی. تشکر میکنم. من زیاد وقتتون نمیگیرم. دقیقا چیزی که خانم تنهایی گفت و من خواستم بگم، اگر که افشا نکنیم، به خاطر این گفتم زودتر صحبت کنم که بعد خانم بیژندی اگر خواستم پاسخگو باشن. اگر افشا نکنیم پس کی بفهمه؟ چون همیشه دولت‌های خارجی فکر کنن ما اقراق میکنیم، باور نمیکنن. به خاطر همین من خواستم ببینم اینا رو چجوری باید به گوش جهان برسونیم. با اجازتون خانم اسماعیلی عزیز، چون برام فرستاده بودیم به که مایکم باز کنم، من به دوستان میگم اول که من عرض کردم توی اینستاگرامم این کار انجام دادم و اینستاگرام من مجموعه از دوستان آشنایان من داخل ایرانه، یعنی هیچ ربطی به خارج از ایران نداره. یعنی یک آدم خارجی هم حتی بخوام بگم که توی اینستاگرام من باشه و اون فیلم رو ببینه وجود نداره. به هر حال من این کار رو کردم. ولی ببینید اون چیزی که ما بخوایم منتشر بکنیم توی توییترمون یا جای دیگه میتونیم منتشر کنیم به عنوان یه فضای پابلیش باشه، یعنی یه چیزی باشه که فضای گسترده‌ای باشه که به چشم دیگران بیاد. ولی مثلا من با 100 نفر 200 نفر دوست و آشنا فامیل به جایی نده، هیچ جای دنیا در واقع فیلمی که من میذارم نمیرسه. فقط میتونه شاید همون دوست من برای دوست خودش در ایران بفرسته یا فامیل من بفرسته. این تو همون ایران میتونه گسترش داشته باشه به این صورت. من منظورم این بود برای این مسئله. اما یه موضوعی خیلی مهم بود که من بیشتر به این فکر وادار کرد، اینم میگم همینجا، تلویزیون من و تو رو دقت کنید دوستان. از زمانی که اعتراضات شروع شده تماما فیلمایی داره میذاره که آی کشتن، آی دارن میبرن، آی دارن میزنن. یعنی همینجور به هر حال اینا تاثیر میذاره، دل مردم خالی میشه، ترسه، واقعا ترس داره. شما خودتون رو تصور کنید که توی خیابون اسلحه روبروتون گرفته با اون قیافه‌های وحشتناک، با اون ماسکا یا اون کلاه خدا یا اون جلیقه‌ها جلوتون با اسلحه وایساده. همینجوری وحشت داره، ترس داره. و درود به شرف تمام اونایی که تو خیابون هستن و جلوشون وای میستن. من به هر حال اون نیرویی که با اون اسلحه وایستاده جلوی مردم باز هم نشون دهنده همون سرکوب جمهوری اسلامیه با اون اسلحهش که وایستاده. ولی اگه من تصویر از اون بردارم مثلا نشون میدم که مردم دارن فراریشون میدن، هم اینجا نمایش داده شده کار اون سرکوبیه و هم اینجا قدرت مردم نمایش داده شده و این رو میتونم باز دوباره برگردونم به خود مردم. اما اگه واقعا برای هشتگ زدن یا توییت زدن به زبانهای مختلف بخوایم این کار بکنیم و این فیلم رو منتشر بکنیم که بتونه جهانی بشه، من اصلا منظور به این صورت نداشتم. من در مورد خود مردم ایران صحبت کردم، نه خارج از ایران. و اینکه عرضم کردم تلویزیون من و تو رو واقعا من فهم کنم باید تحریم کرد. و در آخر حرفم این که تمام این صحنه های لحظات همه ثبت شده، فیلماش همه جا هست، دست اکثر آدم ها هست خارج از ایران و
دارن منتشرش هم میکنن. مرسی، امیدوارم که پاسختون رو داده باشم. سپاس از توضیحاتی که ارائه دادین سرکار خانم بیژندی. من بیشتر از همه واقعا متاسف هستم برای عنوانی که تحت عنوان گشت نامحسوس زنان با چادر و تفنگ‌ها و اسلحه‌های زیر چادر، زنان همجنس‌های خودشون، هموطنان خودشون رو هدف می‌گیرن و می‌کشن به راحتی. من بیشتر تأسف می‌خورم به حال اون خانمایی که توی کشور ما تحت عقایدی که دارن واقعا راضی میشن به این که ببینن یک خانم جوان 22 ساله کشته میشه و به راحتی میتونن چشمشون رو ببندن و هموطنان دیگه خودشون رو که اکثرا هم زن هستن فقط به خاطر اینکه میخوان از حق یک خانم دیگه دفاع کنن به راحتی میکشن و تازه افتخار هم میکنن به این کار که امر به معروف و نهی از منکر کردن. اصلا معنی این جمله چی هست؟ چه کسی میتونه توی چه جایگاهی باشه که بخواد یه نفر رو هدایت کنه به راه خوب؟ اینکه هر کسی خودش رو حاکم میبینه و فکر میکنه میتونه حکم بده، واقعا فکر میکنم یک درجه از جهالت میتونه باشه و یا خود بزرگ بینی. سرکار خانم تنهایی، اگر که همچنان تمایل به صحبت داریم، بله، مایک در اختیار شماست. خیلی ممنون خانم بیژندی از توضیحی که دادیم. من فکر کنم این قضیه دو جنبه داره از لحاظ روانی. اونم این هستش که مثلا ما امروز یه خبری رو خوندیم یا خبری رو دیدیم که نوشته اشنویه آزاد شد. آره، این انگیزه میده به بقیه مردم تو شهرهای دیگه که بخوان دوباره به این مبارزه ادامه بدن و همونطوری که مردم اشنوی عمل کردن اینا هم همون کارو بکنن و خسته نشن. این انگیزه خوبیه. ولی از طرف دیگه برگردیم اصل قضیه که این جرقه از کجا خورد، از فوت یا از همون قتل مهسا امینی شروع شد. با قتل مهسا امینی بود که خشم مردم اومد بالا. پس یعنی وقتی که برادر من میبینه که دوستشو دارن میزنن یا وقتی داره نگاه میکنه میبینه که یه تیکه فیلمی هستش که تو این فیلم چهار تا آشنا هست یا نه اصلا چهار تا انسان هست که دارن شکنجه میبینن، دارن زنی رو از موهای سرش گرفتن و دارن زمین میکشنش، این خشم برادر منو میاره بالا و باعث میشه که اگر هم خسته شده دوباره بره ادامه بده. ولی این که میگین من اصلا نمیخوام مخالفت کنم با نظرتونا، ولی این که میگین من تو جمع فالوورای من 200 نفرن من میذارم، دوست من میذاره واسه دوستش، دوست اونم میذاره واسه دوستش، خب این میشه اون اطلاع رسانیه. دقیقا ما قصدمون اصلا اینه، ما هدفمون اصلا تو همین خود کانون هم اینه که ما اطلاع رسانی کنیم. به نظر من اتفاقا حرکت های جمهوری اسلامی رو باید بذاریم تا اینکه مردممون ببینن و اون غیرته، اون انگیزه دوباره بالا بیاد. این نظر من. مرسی که ما به درختیارم بذاشتیم. سپاس از توضیحاتتون سرکار خانم تنهایی. جناب آقای سبزی، مایک در اختیار شماست، بفرمایید. خیلی ممنون که دوباره مایک رو در اختیار من قرار دادید. منم با خانم تنهایی موافقم، چون به نظر منم عملا این کار یه جوری سانسور کردنه. شما اومدیم یا ما اومدیم چیزی رو، واقعیتی رو نشون اون شخصی ند، یعنی اطلاع رسانی که شما که باید هر چی هست رو نشون بدید. من کاملا با صحبت‌های خانم بیژندی آگاه هم و متوجه هم که چون ببینه شخصی درسته خانم بیژندی، ببینه بعضی موقع‌ها اندوه و غم بعضی موقعا واسه یه ترسی میشه. وقتی مثلا میبینی کسی رو داره میکشه طرف غمگین میشه 100%، ولی فراموش نکنیم همین غم و اندوهه که الان همه رو با هم داره متحد میکنه، همین غمی که ما رو داره یک جا با هم جمع میکنه، همین غمی که داره باعث شده الان دیگه اینجوری نیستش که ما بگیم
من زن، من مرد، من نمیدونم جوون، پیر، لور، کرد، ما همه یکی. هیچ تفاوتی بین من و شما و هیچ کسی نیست. و اینم باور دارم درسته یه سری ها میترسن، ترس طبیعیه. یعنی حتی ببینید امکان نداره کسی بگه که اصلا من نمیترسم، مثلا چنین چیزی امکان پذیر نیست. اما بازم تاکید میکنم همین اندوه بوده که همین غمه. خواهشی هم که دارم دوستان، تسلیت نگید، تسلیت نگید، ایشون فوت نکرده. خواهشن هم نیاد شعر بسازید ازش نمیدونم پر کشید و از این صحبت ها. زدن طرف و کشتن، خب کشتن طرف و کشتن، فوت نکرد. خواهشن نگید فوت، چون من واقعا عصبی میشم، یعنی میریزم به هم مثلا نابود میشم. کشتن این شخص رو کشتن، این یک مورد. مورد دوم که بازم تاکید میکنم این اندوه بوده که ملت رو جمع کرده. البته باز هم تاکید میکنم خانم بیژنی، من کاملا با صحبتاتون موافقم، ولی در حال حاضر شاید خیلی غمگینه واقعا این صحبت، ولی ما احساس میکنم نیاز داریم. 100% ویدیو امروز هم دیدید، چون کمیته زنان هست این رو میگم، اون خانومی که، اون خانم جوانی که موهاشو جمع کرد یه خیابون و آماده نبرد شد، یعنی قشنگ من دیدم، شما دیدی. من امروز قبول دارم این فیلم ها، کلیپ ها رو که میبینم هم عشق میریزیم هم لبخند میزنیم، ولی لبخندمون از شادی نیست، از این که داریم لذت میبریم از شجاعت اصلا غیر قابل وصف که واقعا، یعنی حتما اون فیلم هم دیدید که اون خانمه اومد گفت، سنی هم نداشت، جوان بود، گفت آقا بیا وسط، آقا بیا وسط. مرده اصلا نمیدونه چیکار کنه، یه سی دستی پوشون اومد وسط. و اینو فراموش نکنیم، یادتون باشه، من خودم، یعنی به خودم هی دارم یادآوری میکنم، به همه ما اومدن گفتن رشتی ها بی غیرتن. الان کل رشت رو ببینه، رشت رو گرفتن، ترکا رو اومدن گفتن نجات پرستن. اینا رو کی کرد تو گوش ما؟ فقط جمهوری اسلامی، این حکومت. ولی مردم ثابت کردن که هیچ کدوم از اینا واقعیت نداره. ما همیشه کنار هم بودیم، فرق نمی کنه کرد، بلوچ، همه با هم، ما ایرانیم، ما همیشه پشت هم بودیم، هستیم و الان هم هستیم. این حرفا رو هم باور نکنید که میگن ما لیدر میخوایم و اینا، ما هیچ لیدری نمیخوایم. ما تمام مردا و زنانی که الان تو خیابونن یه لیدرن. و چه بسا خواهشان مردا عصبی نشن یا شاکی نشن، ما زنانمون بیشتر لیدرن تا مردم، که من دارم میبینم تو این خیابونا، تو این ویدیوها، و لذت میبرم، کیف میکنم. من نمیدونم، یکی از ویدیوها رو من دیدم، فکر کنم دختره 16-17 سالش بیشتر نبود، داشت میگفت اینو بکنید، اون آتیش بزنید، اینا رو بگیرید، اون که همه میدویدن. اینه من وقتی میگم که هم عشق ریختیم و هنوز میگم لبخند هم میزنیم. لبخنده اصلا به هیچ وجه برای شادی نیست، این لبخندی که لذت بردیم و لذت میبرم واقعا، و تنها افسوس، شاید بزرگترین افسوس زندگی من الان اینه که اونجا نیستم، چون الان میبینم چیزهایی رو که باید تحمل کنم و هیچ کاری نمیتونم بکنم، و واقعا دردواره برای شخص من هستم. سپس از توضیحاتی که ارائه دادین جناب آقای سبزیان، کاملا درست میگین. واقعا بلاهایی که دارن سر مردم ایران میارن، کار از این حرفا گذشته، تمام احساسات آدم رو واقعا برانگیخته میکنه، احساس خشم، نفرت، واقعا نمیدونم. و از همین جا اعلام میکنم ما واقعا پشتیبان مردم ایران هستیم. این که فکر کنن تنها اونا اونجا، اصلا همچین چیزی نیست، ما هم اینجا قلبن روحن با اونها هستیم و حمایت ما رو همیشه خواهند داشت. این که فکر کنن ایرانیانی که از ایران رفتن دیگه ایران رو فراموش کردن و براشون مهم نیست که چه بلایی سر مردم ایران میاد، این کاملا غلطه و گول این حرفا رو نخورن.
که فکر کنن هموطنانشون اونا رو فراموش کردن. ما هیچ وقت هموطنانمون رو فراموش نمی کنیم و همیشه حامی و پشتیبانشون هستیم. سرکار خانم ولیزاده، مایک در اختیار شماست، بفرمایید. ممنون که مجدد مایک رو در اختیار من قرار دادید. این نقطه نظری واقعا سبز نداشتم، خواستم بگم واقعا سخته اینکه این اتفاقاتی افتاده. من خودم ویدیو رو نگاه میکنم تا چند روز اصلا اون صحنه از توی ذهنم پاک نمیشه، ولی آدم نمیتونه به خاطر این سختیاش واقعیت‌ها رو نپذیره. این یه واقعیتی که در حال حاضر دارن توی خیابون‌ها دختران سرزمین ما رو، پسران سرزمین ما رو، پدران مادران همه رو دارن میکشن. رحمی نه به جوان دارن، نه به پیر دارن، نه به هیچ کس دیگه. پس چه بسا بهتر، درسته که یه مقدار سخت هست پذیرفتنش، ولی این که بخوای یه سری از واقعیت‌ها رو آدم در نظر نگیره، این باعث میشه اون اتفاقاتی که در حال حاضر داره میفته رو از یه دید بهش نگاه کنی. چه بسا بهتره که ویدیوها، اون چیزایی که در اختیار مردم هست همه رو انتشار بدین که اون بیننده تصمیم بگیره که نظرش در مورد این اتفاقات چیه. مطمئننم که کسی با دیدن این صحنه مطمئنن متوجه میشه که داخل ایران چه اتفاقی داره میفته. ممنون که مایک رو در اختیار من قرار دادید. سپاس از توضیحاتی که ارائه دادین سرکار خانم ولی‌زاده. خانم آقا بگین، مایک در اختیار شماست، بفرمایید. خدمتتون عرض کنم که در رابطه ادامه حرف آقای سبزی می‌خواستم بگم که در واقع مهسا امینی و حالا مهساهایی که از بین رفتن توی شلوغی و تظاهرات اون رو از دست دادیم و همونطور که آقای سبزی گفتن این غم و ناراحتی که برای ما گذاشتن اینو نشون داد. حداقل من بارها شنیدم توی آلمان که ایرانی‌ها که اینجا هستن با هم خوب نیستن. اینو بارها بارها همه میشنیدیم، یا اصلا فرار میکنن یا حالا هر چیز دیگه. این اتحاد همیشه همه میگفتن که وجود نداره، ولی میخوام بگم که این چند روزه، توی این چند روزه حداقل توی آلمان ما چیزی رو که دیدیم و پلیس چیزی رو که گفت، با اینکه از نژادهای کرد اینجا هستن همیشه تظاهرات کردن، ترک‌ها تظاهرات کردن، پلیس گفت ما هیچ وقت پیش‌بینی نمی‌کردیم که همچین اتحاد و همچین جمعیتی به این شلوغی مردم بخوان بیان برای مثلا یه موضوعی که دارن، حالا همین جریان حجاب و مهسا امینی، تظاهرات کنن. یعنی خودشون هم مونده بودن که این همبستگی چقدر قویه، چقدر آدم اومده. باور کنید از هر شهر، توی هر شهر 4,000-5,000 نفر بود، رقم خیلی بالایی که خود، یعنی واقعا من این همین درد، همین ناراحتی، همین غم نشون داد که واقعا این بود که میگن ایرانی ها، که من همیشه نظرم این بود که نه، ما ایرانی ها اینجوری هم نیستیم. واقعا نشون داد که ما چقدر پشت هم هستیم و همدیگر رو دوست داریم و برای هم پشتیبان هستیم و حمایت میکنیم واقعا، و ما رو شاید بیشتر از اون چه که باید هم بسته تر هم کرد. واقعا همونطور که آقای سبزیان گفتن دیگه الان اصلا بحث کردا و لورها و ترکا و رشدی ها نیست، ما همه فقط ایرانی هستیم، فقط ایرانی. ممنون که ما رو در اختیار گذاشتید. سپاس از توضیحاتی که ارائه دادیم تحقیق خانم آقا بگیم. جناب آقای پورمند، مایک در اختیار شماست، بفرمایید. من میخواستم بگم که یه بچه دیگه هم داره، منهای این که حالا اون شدت و نوع خشونتی رو که نشون داده میشه که بله خب دیگران هم مطلع بشن، به نظر من یه بچه خیلی مثبتی داره که نشون میده به اونایی که تو ایرانن که با کی طرفن. چون شما وقتی کسی که جلوت وایساده، من خیلی از ویدیوها رو میبینم و افسوس میخورم، مثلا آقای سبزیان میگم ای کاش. من چند روز پیش بود با خانم بیژنی سری گزارش نقد داشتم صحبت میکردیم، گفتم من بدترین نقطه ممکنه در
بهترین زمانم. الان بهترین زمان توی ایرانه، بدترین نقطه ممکنه اینجایی هستم تو منم. و اینکه گری طرف داره در میاره که بتونه به همون شدت باش برخورد کنه، اون مردم، برادر من، خواهر من که بیرونه، بدونه با چه شدتی باید با اون برخورد کنه. اگر یه نیروی رو میگیره نباید بگن ولش کن ولش کن بذار بره، این اشتباهه، اون دشمن توه، دوباره میره مسلح میشه میاد تو رو میکشه، همونجور که توی فیلم ها دیدید شوکر گرفته بود دستش، از پشت اومد لگد زد بهش، بعد که بلند شد با کلت کمریش داشت تیر میزد، تیر مستقیم، تیر جنگی، تیر جنگی که سربی که سرشه، اون مرمی که سرشه میتونه از توی بدن رد بشه و حداقل یکی دو نفر زخمی کنه تو اون جمعیت. به این شلوغی نباید به این سادگی بگذرن مردم. مردم باید آگاه باشن. نمیخوای بکشیش، پاشو بشکن، دستشو بشکن، اشکال نداره، هیچ عیب نداره که اون نیرو ساقط بشه، بره تو خونش بشینه، نفر بعدی که خواست جایگزین بشه بیا جایگزین بشه، اشکال نداره. و این وقتی که اون شدت خشونت رو نشون میدن باعث میشه که مردم یه مقدارم از اون سمت خودشون بدونن طرفشون کیه، بدونن که چجوری برخورد کنن. اینم خیلی مهمه، خیلی مهمه. ممنون. سپاس از توضیحاتی که ارائه دادین جناب آقای پور. جناب آقای سبزیان بفرمایید، مایک در اختیار شماست. خیلی ممنون که بذاره مایک رو در اختیار من قرار دادید. بنام الان دیر وقت هست و اینکه فکر کنم تقریبا 3 ساعت و خورده‌ای هست فکر کنم جلسه هست، یا خیر من کوتاه میکنم صحبتمو. خدمتتون عرض کنم در مورد کلا، میگم من با خشونت کلا مخالفم، ولی باز هم تاکید میکنم، البته تو جلسه قبلی هم صحبت شد در موردش، این کاملا دفاع از خوده. شما فرض کنید یه کسی داره با گلوله شما رو میخواد بزنه، خب شما باید از خودتون دفاع کنید. ما به این میگن چی؟ دفاع از خود. دفاع از خود. هیچ کجای اعلامیه جهانی حقوق بشر ننوشته دفاع از خود جرمه. بعد تازه اینم من خدمتتون عرض کنم، حالا شاید یه سری از دوستان حقوق بشری ناراحت بشن، من خیلی حقوق بشریم، خیلی حقوق بشریم، ولی اعلامیه جهانی حقوق بشر برای بشره، برای انسانه. من اینا رو انسان نمیدونم، من اینا رو یه مزدوری میبینم، پول گرفتم اومدم بکشم. یه کلام، اگه دیدی آتیش گرفته دلتون براشون نسوخته، شاید زمینه سوختن داشته بچگی، زمینه شو داشته، بچگی آتیش میگرفته، اینجوریه، اصلا نسوزه دلتون. اگرم فردا اومدن هر چی گفتن تو این کانال بگو سبزیان گفت، این تا این حد. این حقوق بشری، این چیزی که من میدونم، بشر، حقوق بشر مال بشره، اینا ببخشید حیوان هم نیست. کسی که گلوله میزنه تو سر بچه، این اصلا انسان نیست. شما حیات وحشم برو ببین، شیر به اون شیریش، شغال به اون شغالیش، کفتار به اون کفتاریش، یه حیوان وقتی میبینه یه حیوان دیگه میخواد بره بخورتش، وقتی حامله است کاریش نداره، ولی میبینه بچه تو شکم میشه کاریش نداره. اینا اصلا کاری ندارن، چادریه، چادری نیست، اینا اومدن با تیر بزنن. حالا با این همه، با این اوصافایی که من میگم، باز ویدیو میبینیم یارو افتاده زمین داره بهش آب میده. ما مردم ایران اینیم، ما اینیم، ما ایرانی ها اینیم، همیشه دلسوز بودیم، همیشه با نجابت بودیم، همیشه دلرحم بودیم، چون میدونیم شاید اون ندونه، شاید اون ندونه ما ایرانیم، هموطنشیم، ولی همه این معترضان میدونن که اونا بابا هموطنشونن. این حرفم برای نمیشه که اگه خوشونت نشون دادن خوشونت نکنید، یا اینا دفاع از خوده، اینا دارن دفاع از خودشون، و دفاع از خود تو هیچ جایی دور نیست، باید دفاع کرد. منم صحبتم کوتاه میکنم دیگه، هم صحبت ندارم چون میدونم دیر وقتم از تایم جلسم خیلی رفت. خیلی ممنون.
سپاس از توضیحاتی که ارائه دادین جناب آقای سبزیان. منم کاملا با خانم آقا بیگی موافقم. واقعا این تظاهرات و اعتراضاتی که طی این چند روز اخیر نه تنها در آلمان، در جای جای جهان دیدیم که مردم ایران نشون دادن که چقدر واقعا همدلن با هموطنانشون توی ایران و در مواقعی که واقعا نیاز هست میتونن همبستگی داشته باشن، میتونن با هم متحد باشن، شاید حالا توی موارد دیگه نباشن، ولی وقتی که یه اصطلاحی هست میگن خون ایرانی به جوش میاد، کسی نمیتونه جلودارش باشه. واقعا هم این گونه هست. سرکار خانم بیژندی، ما در اختیار شماست، بفرمایید. سپاسگزارم. مجدد منم خیلی کوتاه میگم و میدونم همه خسته هستین. دوستان، من حرفی که زدم نظر شخصی خودم بود و کاری که خودم انجام داده بودم و گفتم شاید از تو این جمع 18-20 نفری که هستیم به طور مثال شاید یه نفر دو نفر با من موافق باشم کار انجام بده، شایدم نه. من هیچ مخالفتی نه با خانم تنهایی نه با بقیه عزیزان ندارم. واقعا حرفای همتون برام محترمه. من فقط نظر خودم گفتم. و یه دلیل دیگه هم که داشتم، این خیلی خوشحال کننده است که تمام دنیا دیدن و دارن هم میبینن و متوجه شدن که ایران جمهوری اسلامی چی کار کرده و چی کار داره میکنه. خیلی خوبه، خیلی خوبه که همه دنیا همینطور با هشتگ یا اینستاگرامشون یا فیسبوکشون هرچی دارن حمایت میکنن از زنان ایرانی و کسایی که دارن مبارزه میکنن. بسیار عالیه. ولی تنها حرف من و نقطه پایانی حرف من دقیقا اینه که در نهایت اون کسایی که الان توی خیابون هستند مردم ایرانن، داخل ایرانن، میدونن، مواجهن، روبروان با تمام این چیزایی که داره پیش میاد، با همون کشتنها، با همون سرکوبها و همه اونا. در نهایت اونا هستن توی ایران و اونا دارن مبارزه میکنن. حالا میگم همه چی عالیه، ولی اگه یه سلبریتی در آمریکا مثلا بزنه من هم با مردم ایران هستم، ولی کف خیابون ایران نیست، جلوی اسلحه نیست. من تمام حرفم این بود، ولی میگم با نظر همه شما موافقم. کاری رو انجام دادم و اون کار رو گفتم که اگر کس دیگه هم نظر با من هست انجام بده. در غیر این صورت همه میتونن همون مسیری رو که به ذهن خودشون درست میاد انجام بدن که همه اینا منتقی میشه به پیروزی ما. مرسی، ممنون. سپاس از توضیحاتی که ارائه دادین سرکار خانم بیژندی. همونطور که جناب آقای سبزیان در صفحه چت نوشتن، واقعا ما همه با هم هستیم. شاید مکان زندگیمون متفاوت باشه، توی جای جای جهان زندگی کنیم، فرقی نمی‌کنه، اروپا باشه، آمریکا باشه، آسیا باشه. تک تک ایرانی‌ها واقعا حمایت خودشون رو نشون دادن و امیدواریم تمام تلاش‌های هموطنانمون و جانفشانی‌هایی که کردن هدر نره و انتهای این اعتراضات رسیدن به ایرانی آزاد باشه. سپاس از تمامی همکارانی که ما رو در این جلسه همراهی کردن. من یک بار دیگه از دستاندرکاران این جلسه تشکر میکنم. سرکار خانم شهره حاجی‌زاده رئیسی با موضوع گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق زنان در شهریور ماه 1401. سرکار خانم کوثر ولی‌زاده با موضوع بررسی کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان و مقایسه اون با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. سرکار خانم سمانه بیرچندی با موضوع مبارزات زنان قسمت دوم. سرکار خانم شهره محمودی با موضوع تاریخ ورزش زنان ایران. و سرکار خانم فریده فرایی با موضوع طلاق در جامعه ایران. مسئول جلسه آیلار اسماعیلی، منشی جلسه سرکار خانم مرضیه مهدیه. مسئولین ضبط صدا و تدوین جناب آقای سعید پورمند، سرکار خانم شهلا شاستوانی و سرکار خانم زهره یزدی هاشمی و ادمین ها، سرکار خانم سارا آسیابان و سرکار خانم کوثر ولی‌زاده. سپاس از همراهی تک تک همکاران. من ختم جلسه رو در ساعت 22 و 28 اعلام می‌کنم.